بینندگان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 11 ماه می 2016 میلادی برابر است با 22 اردیبهشت ماه 1395. امروز 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 9 شب به وقت آلمان با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود تا درباره چه باید کرد ایشون صحبت کنند. این برنامه ها متعلق به ایشون هست، خودشون برنامه سازن، خودشون تهیه کننده هستن و من اینجا فقط به اصطلاح کمک های فنی رو انجام میدم تا صدا و سیمای ایشون به شما برسه. شما میتونید با ایشون با ایمیلش، با تلفنش، با فیسبوک و صفحه فیسبوکش تماس بگیرید و نظرات خودتون رو یا پرسش های خودتون رو مطرح کنید. و اما آقای ماز جبرانی، 13 می، خیلی خوشحالم بعد از این همه سال، حدود 10 سال که ماز جبرانی زحمت کشید. اجازه بدید من آگهیشم براتون بیارم بذارم اینجا. وقتی میگیم آگهی، شماها فکر میکنید که ما پول میگیریم برای این، ولی ما دوست داریم اونایی که کارشون خوبه به نوبه خودمون به این صورت به اصطلاح ازشون حمایت میکنیم. شما هم سعی کنید افرادی رو که برنامه هاشون رو دوست دارید، به اصطلاح کارهایی که انجام میدن دوست دارید، به یه نوعی، هر نوعی که میتونید حمایت کنید. من حتی دیروز به اصطلاح روی فیسبوک هم برنامه ماز جبرانی رو گذاشتم برای بیش از 8000 نفر. امروز هم در برنامه میگم و امیدوارم شما برید و ایشون رو حمایت کنید، برای که خیلی مشکله برای افرادی مثل ماز جبرانی که از یک کشور دیگه آمدن، یه فرهنگ دیگه آمدن اینجا، بتونن اینجا توی به اصطلاح توی این هنرپیشه های هالیوود و اینها بتونن جایی پیدا کنن. ولی ماز جبرانی با کارهای قشنگی که انجام داده و طرفدارای خوبی که جمع کرده این کار رو تونسته انجام بده. حتی این به اصطلاح فیلمی رو که ساخته، اگر افرادی باشید که اینشون رو دنبال کردید میدونید که این به اصطلاح آمد روی چیز و کمک خاص از مردم، فکر کنم این دیگوگو بود. یه پروگرامی هست که شما وقتی یه برنامه‌ای دارید میرید اونجا و به مردم میگید که من برنامه‌م اینه، اونهایی که مایل هستن به شما کمک میکنن. ما همین کار رو کردیم، نوشتیم تلویزیون مردم احتیاج داره به یه مقدار کمک که بتونه برنامه هاشو در جهت به اصطلاح نشر و توسعه آزادی، مخصوصا آزادی بیان، انجام بده. متاسفانه فقط 1 نفر لطف کرد و 100 دلار فرستاد. ولی ماز جبرانی وقتی که گفت 250 هزار دلار لازم داره برای ساختن این برنامه، افراد بسیار زیادی حمایت کردن. فکر کنم خودش به من گفت که حتی مبلغ به 500 هزار دلار رسیده و فیلمو اونجوری که میخواسته حتی بهتر هم تهیه کرده. ولی چون ماز جبرانی کمدین هست و در ذاتش هست که بگه و بخنده و مردم رو بخندونه، اینجا توضیح میده که میگه که همون جوری که شما ها میدونید یه بیلبورد، این تابلوهای بزرگی کنار خیابون و جاده ها و توی جاهای مختلف میبینید و توجه مردم رو جلب میکنه، میگه که الان اون فیلم کپتان امریکن 10,000 تا بیلبورد و احتمالاً 126 میلیون دلار پول خرج کردن، ولی ماز جبرانی یه دونه بیلبورد داره و 126 دلار و 50 سنت خرج کرده. بعد به همین خاطر میگه که من احتیاج دارم به حمایت شما. من به نوبه خودم این حمایتی که از دستم برمیاد انجام میدم. جیمی وست بود Out This Weekend، میتونید در واشنگتن برید، در سینمایی هست، حالا اسمش رو هم پیدا میکنم بهتون میگم، اونجا ببینید. خبر بهتر از این، پنجشنبه هفته آینده که میشه 19 هم، بله که میشه 19 هم،
ایشون میاد در منطقه فیرفکس که من سعی میکنم اون رو حتما برم و ببینم. در منطقه فیرفکس یه جای جدید و قشنگی هست به نام موزاییک سنتر. اونجا هم این ویوینگ یعنی تماشا و نشون دادن اون فیلم و اینها، ما تماشا میکنیم اونها نشون میدن و بعدش هم با خود سازنده و هنرپیشه ها و اینها صحبت میکنیم. اون بلیت 30 دلاره، به نظر من ارزش داره. این بلیت سینما ها رو قیمتش رو نمیدونم، حالا نگاه میکنم ببینم اگر توی این هست پیدا میکنم. خب بهروز عزیز اگر بیننده برنامه هستی ممنون و متشکرم، به من خبر داد که خانم کی بود این، ماشاءالله خانم خیلی هم پت و پن بود، گفتم چقدر خوب شده تلویزیون های بزرگ اومده و الا این جاش توی تلویزیون نمیشد. خانم دخی عبدی رفته آقای مهدی وطنخواه رو، تلویزیون ایران آریایی رو سو کرده برای 77,000 دلار، گویا برنده هم شده و حالا آقای وطنخواه در تلویزیون ایران آریایی به غیر از گدایی برای اون چرخوندن این تلویزیون بی مصرف، حالا باید گدایی کنه تا 77,000 دلار هم به این خانم به اصطلاح غرامت بده. البته نصف بیشتر جاجمنت ها تو آمریکا شما جاجمنت میگیرید، یعنی حکم رو از دادگاه میگیرید، ولی چجوری بتونید اون پول رو بگیرید معمولا میشه مثل جاجمنتی که آقای رضا پهلوی گرفته از دادگاه در به اصطلاح بر علیه آقای احمد علی مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری هم پولی نداشته که به این بده و همین جوری اون بدو این بدو. و اما سفارش ایرانیان به خدا دم در بهشت، این رو قبلا هم خوندم ولی میدونم چون شما ایرانی ها همه تون بهشتی هستید، بهتون یادآوری میکنم که خدا این نصایح یا نصیحت ها را به شما انجام داده. متاسفانه میبینم خیلی حتی از مجری های تلویزیون برنامه گذارا میگن اخبارها مثلا به جای خبرها و چیزا رو دو بار جمع میبندن. حالا ما هم نمیخوام بگیم نصایح ها، نصیحت فرد، نصایح جمعش هست یا اون مفرد این جمعش. سفارش خدا به ایرانیان دم در بهشت، لطفا نظافت را رعایت کنید، شاخه درختان را نشکنید، حوری دیگران را تور نکنید. یادش رفته بگی به حوری ها متلک نگید، با ایوب زیاد شوخی نکنید، صبر ایوب هم حدی داره، به جهنم میوه و حوری قاچاق نکنید، حیوانات نوح را شکار نکنید، ابراهیم را ابی صدا نزنید، با فرشتگان شوخی فیزیکی نکنید، انگولک نکنید، در بهشت نهر شراب هست، لطفاً ودکا و ویسکی قاچاقی نیاورید، در رودهای شیر و عسل نشاشید، این وشتی ادرار نکنید، با عصای موسی ور نروید، در بهشت مصرف قلیان و حشیش ممنوع است، قالیچه سلیمان ظرفیتش 1 نفر است، 12 نفری سوار نشد. این هم ممنون از دوستی که فرستاده. من اون روز گویا یه خبری رو درباره تاجیکستان خوندم ولی به غلط گفته بودم فرستنده این خبر علی دوست همشهریمون بوده، علی شیرازی. ایشون گفت که من این کار رو نکردم. من ضمن این که از ایشون پوزش خواستم گفتم که خب باشه مشکلی نیست، ما از این وقت سعی میکنیم که فقط بگیم یه دوستی فرستاده، یه بینندهی فرستاده، اینجوری باعث اشکال نشیم. ضمن این که اشکالی هم نداره، حالا شما چه اون شما فرستاده و چه دیگری، این رو شما از یک وبسایتی از یه جایی نقل قول کردی. و اما رادیو فردا نوشته که این رو امروز نوشته، یعنی دیشب آخر وقت نوشته، آمریکا 73 مهر ساسانی را به ایران بازگرداند. مهر دیگه، مهر که نمیشه باشه. وزارت خارجه ایران میگوید دولت آمریکا 73 قطعه با ارزش باستانی از دوره ساسانیان را عودت داده که به موزه ملی ایران تحویل داده شده است. برای یکی از دوستان نوشتم ای کاش نمیداد، چون حالا به عنوان زیرخاکی اینها دزدیده میشه و در کشورهای دیگه به فروش میرسه. آمریکا داوطلبانه ایران را از وجود این قطعات در آن کشور با خبر کرده.
خبرگزاری های ایسنا 19 شهریور ما گفتند این قطعات مهرهایی هستند که از نفیسترین آثار دوره ساسانی به شمار می روند و هنوز مشخص نیست متعلق به کدام محوطه تاریخی هستند. این هم از این. حالا که نقل تاریخ و اینها هست، اجازه بدید من یه اتفاقی جالب که برام افتاد بهتون بگم. خب گاهی وقتی ما این برنامه های ویدیو ضبط کردن و جایی که میریم اینا دو قسمت دارن. یه قسمتیش هست که کار هست، مثلا عروسی اون سرمونی مراسم اجرا هست و اینها. بعدش یه قسمتی هست که اون یا قبلش مثلا رسپشن هست و پذیرایی و جمع میشیم صحبت میکنیم اینها. یکی از دوستان ما که اسمش کوروش هست، سیروس، و یه دوست دیگه ای داریم که اون هم یونانی هست. ما همینجور که وایساده بودیم معرفی کردیم، گفتیم که این دوستمون کوروش، به انگلیسی گفتیم سایروس. دوست ما گفت که سایروس دی گریت. اون دوست یونانی ما که اسمش اصلا چیز دیگه ای هست گو او یا، یعنی جدی میگی؟ گو بله. خندید گفت که then I am Alexander the Great. وقتی شما کوروش کبیری، من به اصطلاح اسکندر کبیر یا اسکندر بزرگ هستم و هم 2500 سال پیش زدم داغونت کردم، هم امروز میتونم یه لگد بهت بزنم. حالا ببینید دوستان، میگن وقت یه چی بود میگفتن، کرم پنیر از خود پنیره. اگه شما شروع نکنی مثل آدم قشنگ خودتو معرفی کنی، اینجوری اون بنده خدا اسم اصلیش میگه. جالبتر از این دوتا یه دوستی داریم هندیه که کارهای کامپیوتر میکنه و هندی ها نمیدونم واقعا اونایی هم که انگلیسیشون خوبه عمدن این کارو میکنن یا چیه، چرا وقتی حرف میزنن سرشونو اینجوری تکون میدن. بعد گفت هی گایز کامان، گفت آقایون یک کمی ریلکس باشید، یک خونسرد باشید. من هندیم، 2500 سال پیش پدر این الکساندر رو، اسکندر رو در آوردم، الانم اگه بخواین میتونم پدرش رو در بیارم. منظورش از لحاظ کامپیوتری بود. در هر صورت نمیدونم اینا رو آدم به عنوان شوخی بگیره یا اینها رو به عنوان نجات پرستی یه مقداری، نمیخوام بگم نفهمی، چون خودم به آقای چمنارا گفتم برای دوستان ننویس شما نمیفهمید، چون با وجودی که معنیش با متوجه نمیشید یکی هست، ولی درست مثل اون مثال بفرما و بشین و بتمرگ هست و اون رو براتون میخونم که چی نوشته بود. چون آقای چمنارا نوشته بود من و آقای زیاد صدرالاشرافی نمیفهمیم. گفتم خب هر کسی یه چیزی رو که میدونه یا باور داره که میدونه، خیلی بده که فکر کنه دیگران نمیفهمن. و این چون اینو میدونه الان دیگه این به اصطلاح چی میگن، ام العلوم میگن، مادر تمام دانش هاست. اینم از این ماجرای سایروس دی گریت، الکساندر دی گریت و ایندیان دی کوچولو که گفت من میتونم پدر دوتاتون الان اینجا در بیارم. ماز جبرانی همین ویکند، من جمعه هم در این باره صحبت میکنم، امیدوارم اگر در منطقه واشنگتن هستید تنبل بازی در نیارید، برید ببینید این فیلم ها رو، با دیدنتون حمایت کنید. بذارید ببینم من میتونم اون آگهیشو پیدا کنم که به اصطلاح اسم اونجا رو مینویسه و میگه که کجا هست. بذارید ببینم این پایینه، فکر کنم بله، بیورلی هیل، انسینیو، ایروین، آها فاندانگو، انجلیکا پاپ اپ. هیچ وقت خود من هنوز اینجا نرفتم، بذارید بهتون وبسایتش هم نشون بدم. بله فاندانگو، نمیدونم اصلا چه وبسایتیه، ولی اگر مایل باشید همون fandango.com. حالا این چیه، فاندانگو یا فاندان، از نمیدونم، هیچ وقت همچین چیزی باش برخورد نکردم، دیروز اولین بار بود. و اینجا میبینید، ببینید این بالا اسم اونجا هست fandango.com، بعد میان پایین اینجا می‌نویسه که تو سینماهای مختلف هست. جیمی وست بود، امریکن هیرو، ساعتای
چی هم هست، 11:45، 1:45، 3:45، 5:45، 7:30 و 9:45. یه برنامه دیگه هم داره پنجشنبه آینده که اونو دربارش بعدا صحبت میکنیم. امروز جمعه، فعلا فقط درباره این نمایش فیلم های ماز جبرانی در واشنگتن صحبت میکنیم، هفته آینده در ویرجینیا. امیدوارم تا اون موقع هم بتونیم با خودش هم یک گپی بزنیم. خب هموطن گرامی، با عرض سلام، من بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را استخراج کرده و با تغییر کلمه اسلامی آن را تبدیل به ملی کردم، ولی سایر کلمات و جملات همانی هستند که بوده و تغییری در آنها داده نشده است. پیشنهادم اینه که مردم مبارز ایران چرا به دنبال رسیدن به حق و حقوق قانونی خود که توسط خود دولت مردان عمامه به سر و یا بی عمامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده که به پیوست تقدیم گردیده است، تهیه و تدوین شده و مورد تایید آیت الله خامنه‌ای و خامنه‌ای هم بوده، چرا به دنبال اون نمیرن و بیشتر وقت و انرژی خود را صرف اصولی که خلاف اصول حقوق بشر است ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی رخنه کرده است رفته و خود را درگیر چماق به دستان؟ خلاصه مطلب اینه که این رو تیمسار امیروشنگ آریانپور نوشته، میگه سمارت باشین، زیرک باشین، از همین قانون موجود خودشون استفاده کنید، بگید آقا آزادی تظاهرات، آزادی احزاب، این دنبال اون چیزایی که چی توشه به اصطلاح دینی و مذهبی به زور چپندن نرین که اونا بگن اینو خلاف گفتی بزنن تو سرتون. در هر صورت امیدوارم اینجوری باشه. قانون اساسی رو هم زمینه کردن، پیوست کردن. اگه کسی میخواد یه کپی یا یه نسخهشو داشته باشه به من بگه. همونجوری گفتم امروز ساعت 3 با آقای یزدان خداوندلو از آلمان هستیم و ایشون درباره چه باید کرد که توضیح دادن. میگن در سالهای اخیر با اوجگیری مبارزات ملت قهرمان ایران علیه رژیم بنیادگرای اسلامی، پیوسته در رسانه ها هموطنان خواستار راهکار هستند و این سوال را مطرح میکنن که در این شرایط چه باید کرد. ایشون پاسخ میدن در ساعت 2. خب میگه که بله، آقای حسن ماسالی، دکتر حسن ماسالی یه ایمیلی فرستادن امروز صبح یا دیروز و نوشتن که در جنگ جهانی دوم آمریکا بمب اتمی انداخت روی هیروشیما ژاپن و آقای پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور آمریکا، اولین رئیس جمهوری هست که میخواد بره ژاپن و بره اون شهر، اون جایی که به اصطلاح بمب اتم انداختن و اینها. میدونید که اینها معمولا وقتی یه کار اینجوری انجام میدن، بعد که میرن اونجا یه عذرخواهی میکنن. همین الان سفارت که نه، وزارت امور خارجه آمریکا گفته چون اکثریت مردم آمریکا و دنیا باور دارن که اگر آمریکا این کار رو نکرده بود جنگ ادامه پیدا میکرد و ژاپن و ایتالیا و اینها کیا بودن دیگه، ایران هم یه جورایی با آقای هیتلر دنیا رو به اصطلاح به نابودی میکشوندن و به خاطر همین اوباما قرار نیست از اینا عذرخواهی کنه. ضمن اینکه شما میدونید آمریکا از ایرانیا عذرخواهی کرد به خاطر دخالتش در سال 1953 در اون پول دادن و کمک کردن به افرادی مثل شعبون بیمخ که به اصطلاح حکومت دکتر مصدق رو سرنگون کنن و شاه رو دوباره به قدرت بیارن که ادامه بده به زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یا قانون اساسی ایران. اینم از این ماجرا. حالا که در رابطه با شاه و مصدق و قانون اساسی و مشروطه شد، دیروز یه ویدیویی رو که من قبلا هم چندین بار دیده بودم و حدود 33 دقیقه صحبت‌های آقای مهندس بهرام مشیری هست در رابطه با سلطنت طلبان، شاه اللهیان، سیستم تلویزیونای آمریکایی، ایرانی آمریکایی و اینها، و به نظر من
همه چیزش رو درست میگفت. میگفت که چون این شاه اللهیا با پولهای کلان آمدن اینجا، حتی توی آمریکا هم قدرت تلویزیون ها دست اونهاست و تلویزیون ها اولی که میان هرچی هم داد و بیداد کنن که نه آقا همه میتونن بیان اینجا صحبت کنن، همه اونجور اونجور، دیگران چون پولی ندارن، ولی من اضافه میکنم چون همت هم ندارن، نمیگیره این تلویزیون تا روزی که سرکله شاه اللهیا پیدا بشه. شاه اللهیا هم چون پول دارن، هم امید دارن که دوباره آقا رضا بره اونجا و اینها دوباره بتونن برن همون به اصطلاح بخور و ببر و اینها رو داشته باشن، پول خرج میکنن. این رو برای یکی از دوستان فرستادم و به دوستم گفتم که نظر شما در این باره چیه. گفت من از بهرام مشیری بدم میاد، این دروغگوه. گفتم آقا خانم شما کاری نداشته باش که موهاش کلاگیسه، دماغش گنده است، گوشش گنده است، اینا رو کاری نداشته باش. این ویدیویی که صحبت میکنه، چیزایی که میگه به من بگو کدومش رو قبول داری کدومش رو قبول نداری تا من هم یه مقداری آگاه بشم. ولی متاسفانه میدونید که معمولا دوستان اینجوری هستن و وقتی که یه نفر رو دوست دارن، اگر اون آدم هم بکشه، این میگن تقصیر اون آدمه بود که اومد با شکمش زد به چاقو این، یا تقصیر اون بود که اومد صورتش رو با محکم زد به مشت این. و داستانها داریم که حاکم ظالمی اگر تو سر یکی میزده، حتی خانواده اون به اصطلاح افراد تشکر میکردن که ای حاکم ظالم، عجب خوب زدی تو سر این، الان این دیگه نعمت نصیبه شد، اگه میشه دو سه تای دیگه هم تو سرش بزن، اصلا اونو ول کن تو سر ما هم بزن. اینجوری همین دوستمون نوشته بود، میدونید که من باورم این بوده که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. خب دوست عزیز، اصلا یزدانی وجود نداره. شما اگه خرد داشته باشی، به قول مولوی میگه تو خود خدایی، چه یزدانی؟ بعد شما فرمان یزدان رو رعایت میکنی که حالا دیگه چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. یزدانی که گفته با همه مهربان باش، شما مهربان بودید، مهربان هستید. در اصل نمیدونم، بیاین این مسائل روز رو نگاه کنیم. آفتاب کامیدی که یه قسمتی از نیاک هست گفته که آها این برای هفته آینده است، بذارید. بله بهتون گفتم جیمی وست وود میاد هفته آینده پنجشنبه Thursday May 19 at 7 p.m. انجلیکا فیلم سنتر موزاییک فیرفاکس ویرجینیا، به احتمال 99% بنده هم اونجا خواهم بود. امیدوارم شماها هم از همکنون بلیت تهیه کنید. بعضی وقتا برنامه‌های اینجوری بلیتش سولد اوت میشه، فروخته میشه، بعد هی به من زنگ نزنید آقای سوربی چون ماز جبرانی دوست شماست، ببین دو تا تیکت هم میتونه به من بده. بابا اینجوری کار نمیکنه. خب بله، این دوستمون علی شیرازی نوشته درود ورود سلام و صبح بخیر، خبر مربوط به ریش تراشی در تاجیکستان کاری به من نداشت و من اون رو نفرستادم. خب یه خبری اومده، این خیلی جالبه دوستان. یادتون هست من چند مدت پیش گفتم که یه فیلمی هم نشون دادم، ویدیوی از آقای حسن خواجه عبدالله، همشهری زرغونی ما، و این میگه آقا هی نگید که نمیدونم آخوندا مأمور فرستادن منو بگیرن، برق خونتون تا قطع میشه نگید جمهوری اسلامی اینجوری کرد. این آقای حسن، این صبری حسن پور بیچاره، یادمه یه دفعه پول یه بچه جوونی رو که براش کار کامپیوتری کرده بود نداده بود، اونم کامپیوترش رو لاک کرده بود، بعد میگفت که جمهوری اسلامی اینو فرستاده سوئد که کار منو اینجوری کنه. بعد دکتر بهیه جیلانی و چند نفر دیگه ضامن شدن، گفتن آقا خب این بچه اومده برای تو کار کرده، تو بهش قول دادی $200 $500 بهش بدی، حالا نمیدی، فکر کردی خرد از پل گذشته، اینم پل بسته، و چرا این دروغا رو میگی؟ خلاصه ضامن شدن و چی کردن. بعد که دیگه آقای موحدی اگه اشتباه نکنم راجع به عزیزان میگو این آمده نمیدونم کامپیوترش رو هک کرده، حتی آقای درویش رنجبر میگفت والا من نالج آقای عزیزان رو در حدی نمیبینم که بتونه چیزی رو هک کنه، چون خودش هم بعضی وقتا مشکل داره. در هر صورت یادتونه که گفتم وزارت اطلاعات تا یکی دو سال پیش میگفت از هر 3 نفر ایرانی که در خارج هستند
مثلا من و بهروز و سعید نشستیم داریم تو رستوران نهار میخوریم، من و بهروز فکر میکنیم سعید ماموره، سعید و بهروز فکر میکنن من مامورم، من و سعید فکر میکنیم بهروز ماموره، یعنی هر ستامون یعنی فکر میکنیم که دوتای دیگه چیزن. گفت حالا از هر سه نفرشون فکر میکنن مامور وزارت اطلاعات هستن. و ببینید اونها چقدر زیرکانه، چقدر با پدرسوختگی خاص، با شیطنت همه رو کردن مامور بی جیره و مواجب. اگه مزد میدادن اوکی، پول در میارن به اینام بدن. حالا از اون بهتر اینه، افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. دوباره یکی از این مامورای به اصطلاح وزارت اطلاعات آمده بیرون برای اینکه بگه این هم یه پخی بوده، آمده و من براتون از اون نوشته میخونم ها که خودتون ببینید اولا این خبراری که اون پخش میکنه چقدر به اصطلاح کمک میکنه به این مامور عقب افتاده، منی که میام برای شما میخونم چقدر کمک میکنه، شما که فردا اینو نقل قول میکنید توی مهمونی چقدر کمک میکنید، و باز هم هممون بدون جیرو مواجب شدیم مأمور و نوکر آخوندها. میگه که افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلام. کار جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات از طریق واحدهای مربوط به سفارتخانه ها در هر کشور انجام میشود و فقط در آمریکا این کار به عهده افراد مشخصی است. پس از آنکه فرد شناسایی شد، بسته به این که به ایران رفت آمد داشته باشد با خبر کارها تنظیم می شود. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هدف خود را تاثیرگذاری روی جریان‌های خارج از کشور گذاشتند و خانواده‌های مختلف امنیتی هم اکنون در خارج از کشور مستقر شدند. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کارمندان و پرسنل شاغل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد. بذارید من بیش از این برای اینا تبلیغ نکنم، فقط براتون بگم که یک مامور اطلاعاتی به اصطلاح آمده و بدون نام و اینها به دیگران گفته که بله اینها میرن در سفارتخانه ها، چون تو آمریکا هم سفارت ندارن از طریق راه‌های دیگه، یعنی میخواد بگه همه دنیا اینها نفوذ داره. حالا ببینید من و شما هم داریم مجانی براش خبر پخش میکنیم، وقت میذاریم تو مهمونی ها میگیم آقا خودشون مأمور خودشون اومده گفته دیگه تموم. چی حالا میگه آقای آریانپور؟ خیلی قشنگ جواب داده در رابطه با این، نوشته دوست گرامی یا دوستان گرامی، اغلب کارمندان ارتشی و سیویل بازنشسته، میدونید ارتشی ها میگفتن مثلا میلیتاری و سیویل یعنی هم شهروند دیگه، یا سیتیزن یا مثلا مهندس ساختمان هم میگن سیویل انجینیر، در اصل شخصی آدم های شخصی و اینا رو میگن سیویل. اغلب کارمندان ارتشی و سیویل بازنشسته در رژیم گذشته که از حقوق بازنشستگی ایران استفاده میکنن و در اروپا و آمریکا اقامت دارن، برابر شایعات در جزو ماموران خبردهنده به جمهوری اسلامی هستند. این گونه اشخاص که اکثرشان در سالهای سالخوردگی خود به سر میبرند، حتی در جوانی مالی نبودند، مهره‌ای نبودند که به درد کسی بخورند، چه رسد به گذشت 37 سال از آن زمان. آیا چنین اشخاص سال خورده و بی اطلاعی که فقط خود را با شایعات دلخوش می کنند به چه درد رژیم جمهوری اسلامی می خورد که بخواهند آنها را به طرف خود جلب نماید؟ من اینو بارها گفتم، مثلا فکر کنید که سربی مزدور جمهوری اسلامی، سربی که نشسته تو اتاق از خبرهایی که روی فیسبوک آقای ملکوتی میاد میگه که نه، آقای ملکوتی میاد میگه عزیزان بی خود گفته که اینو گرفتن، عزیزان زنگ زده خبر داره، آقای ملکوتی بدون خبر اینو میگه، سربی نفر سوم بی اطلاع از این دوتا میاد میگه آقا چرا اینو میگی چرا اونو میگی، من سربی چه اطلاعاتی میتونم به این آخوندی که از همه چیز هممون خبر داره بدم؟ بیان یکتون به من بگید. مثلا میرم توی مهمونی میگم اوها رضا عربیش خوب میرقصی، ولی اون مثلا محسن
آهنگای داریوش خوب میخونم. چی کار میکنیم من و شما که یک کسی بیاد گزارش فعالیتهای ما رو بده به اونا؟ بری به قول آمریکایی ها میگن get a life. این get a life یعنی برو با دنبال کار زندگی. بهرام عزیز، چه افتخاری بالاتر از این که شاهزاده درمانده و بی سواد ما دست نیاز به سوی صهیونیست های خونخوار دراز کرده. دوستان، کلیمی ها و جهود یا جویش پیپل رو، پیپل مردم رو، با صهیونیست ها یکی ندونید. میدونید که در هفته ای که گذشت جایزه یادبود هولوکاست رو برای دفاع از حقوق بشر به شازده رضا پهلوی تعلق به اصطلاح دادن. شازده رضا پهلوی هم از هول حلیم افتاد تو دیگ، مثل باباش که سواد نداشت فکر کرد تاریخ ایران 2500 ساله و این حیله دوستان کلیمی رو یا صهیونیست رو قبول کرد و میخواست تاریخ ایران رو بکنه 2500 و جشنهای 2500 سالگی و با این کار که همچون تیشهی محکم به ریشه خود زد خودش و خانوادش رو در به در کرد. این عقب افتاده ولیعهد هم رفته و وایستاده شامی خورده و نهاری خورده و خوشحال نیشاتا اینجا باز جایزه رو گرفته، آمده اینجا دوزاریش افتاده که یه بار دیگه این دوستان کلک بیزدن. حالا این جایزه مثل یه چیزی گرمی تو دستش، میخواد بندازتش برای یکی دیگه. یه بازی های هست، مثلا این توپ اگه دستت باشه موزیک تموم بشه باختی، یا مسابقه میدن یه 12 نفرن یا زد صندلیه. اینم مثل اینه، این جایزه ننگین رو میخواد بده به جوانان ایران. برو آقا دنبال کار، جوانان ایران به افراد عقب مونده مثل تو احتیاج نداشته، ندارن و امیدوارم که نخواهند داشت. اونها 100 تا مثل تو رو میبرن لب چشمه تشنه برمیگردونن. برو آقا تو هم get a life. این هم از این. بله خب، بله علی عزیزم برام فرستاده که گل بود به سبزه آراسته شد. ممنونم. خب ایرانیان خوشباور، دقیقاً بخوانید، باز میگویم دقیقاً آنچه را میشنوید، میخوانید و یا در وسایل ارتباط جمعی میبینید بررسی نموده، سپس انتشار دهید. این رو باز علی برای من فرستاده. علی دیگه نگی که من نفرستادم. حالا بذار من برات میخونم. اولاً از خودش شما سوال میکنم، نمیدونم اگه به خدا باور داری خدا وکیلی، اگه به خدا باور نداری دوستانه مخلصانه، این کلمه مخلص کلمه خوبیه ها، اگه درست استفاده کنن یعنی کلمه صادقانه. صادقانه خود شما، خود من چند تا ایمیل و نوشته و عکس رو میبینیم که بدون این که یک لحظه حتی دقت کنیم اون رو برای دیگران میفرستیم. حالا بیایم از امروز این کار رو نکنیم و به گفته شما یا سقراط این کار خوب رو انجام بده. میگه که سه پرسش سقراط در هر زمان شایعه ای رو شنیدید و یا خواستید شایعه ای رو تکرار کنید، این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید. اولا شما تا نوشتی شایعه، یعنی طرف باید بدونه این شایعه است، بعد بره دنبال حقیقت. ولی اگر یه چیزی رو به عنوان خبر بهش گفتن، طرفم خیلی پافشاری کرد، اون موقع باید فکر کنه این شایعه است دیگه. نه، اول فکر شک کنه که این شایعه است، بره دنبالش. در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود با هیجان نزد اون آمد و گفت سقراط، میدانی راجع به یکی از شاگردانت چه شنیدم؟ سقراط پاسخ داد هی wait a minute، لحظه ای صبر کن، قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تو میخواهم آزمون کوچکی را که نامش سپرسش است پاسخ دهی. مرد پرسید سپرسش؟ سقراط گفت بله درست است. قبل از اینکه راجب شاگردم با من صحبت کنی، لحظه ای آنچه را که قصد گفتنش را داری امتحان کنی. اولین پرسش حقیقت است، کاملا مطمئنی که آنچه را که میخوای به من بگویی حقیقت دارد؟ مرد جواب داد نه، فقط در موردش شنیدم. سقراط گفت بسیار خوب، پس واقعا نمیدانی که خبر درست است یا نادرست. حالا بریم سراغ پرسش دوم. پرسش خوبی،
آنچه را که در مورد شاگردم می‌خواهی پرسش خوبی، آنچه را که در مورد شاگردم می‌خواهی به من بگویی خبر خوبی است. مرد پاسخ داد: نه، برعکس. سقراط ادامه داد: پس می‌خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی در مورد آن مطمئن هم نیستی بگویی. مرد کمی دست پاچه شد و شانه‌اش را بالا انداخت. سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آنچه را که می‌خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است. مرد پاسخ داد: نه، واقعا. سقراط نتیجه گرفت: اگر می‌خواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند است، پس چرا اصلا آن را به من میگویی؟ ممنونم از علی همشهری، علی شیرازی عزیز، و امیدوارم من هم مثل شما از امروز این سه سوال رو از خودم بپرسم، بعد به قول معروف اون رو پخش کنم، خبر دروغ، خبر هرچی که هست. و اما آقای منوچهر عزیز لطف کردن برنامه پریروز رو دیدن و پیغام گذاشتن، شماره تماس، شماره تلفن منزلشون رو دادن. من بسیار ممنونم. ای کاش ما توی این بیننده هامون 100 تا مثل شما داشتیم که اولا حمایتشون مستدام، یعنی دوام داره دائم، بعد خیلی ریسپانسیو هستن، وقتی که یه چیزی رو ازشون میخوای یا یه موضوعی رو میگی پاسخ میدن، یه کاری رو برشون انجام میدی تشکر میکنن. من وقتی که گفتم نمیدونم اگر وقت داشته باشید جمعه، آیا با همین تلفنی که آخرش 66 هست، اقل عدد شیطانی، با این تماس بگیرم یا یه تلفنی که تلفن منزل باشه، با سیم باشه، چارجر و اینا نباشه. ایشون لطف کرده شماره تلفن داده، گفته جمعه اگر بخواید 3 بعد از ظهر، فکر کنم با ما هم همزمان هستید. اینجا ما با نیویورک همزمانیم، 3 ساعت از کالیفرنیا جلو هستیم، پیرتریم، اونها جوان‌تره. و یه چیزی رو که فقط شما شاید دقت نکردید که من گفتم این هفته آقای سعیدی نیستن، در سفر هستن و هفته آینده قرار چهارشنبه بیان، و اگه میخواین من با آقای سعیدی صحبت میکنم، بذاریم اگه شما میخواین ایشون هم تو برنامه باشه چهارشنبه. ولی من به شما پیشنهاد میکنم شما کاری با آقای سعیدی نداشته باش، شما بیا اگه میخواین گفته های اونو انتقاد کنید، هیچ بحثی نیست، در موردش بازش کنید اینها، قشنگ بیاین روی کاغذی امروز یا فردا، چون ایشون فردا برنامه منو میبینه، بنویسید که مثلا آقای سعیدی اینو گفت، بعد بگید آقای سعیدی این غلطه یا اشتباهه، یا آقای سعیدی این، اگه میشه در موردش بیشتر صحبت کنید. ضمناً آقای سعیدی اینو گفت، بله این رو درست میگه، و من هم همون مدرسه بودم، همون کوچه های خاکی بودیم، توپ نداشتیم، ولی یه دبستانی ساخته بودن، تو دبستان زمین فوتبال بود. آقای سعیدی گفت، مخصوصا من ازشون پرسیدم دبستان بود، ایشون گفت بله تو دبستان ما زمین ورزش و فوتبال و اینها هم داشت. حالا این هم از این ماجرا. من از ایشون ممنونم، ایشون حتی گفته که چون شما به همه میگی، من هم میدونم که اگه میخوام برنامه تلویزیون مردم و وقتش رو بگیرم باید یه هزینه ای هم بدم. حالا من به شما یه پیشنهاد میکنم، شما چون همیشه بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشید حمایت کردید، این بار مهمان من باشید. اگه دوست داشتید خواستید این کار رو باز هم ادامه بدید، اون دفعات بعد قیمت ما هم که میدونید چجوری نوشتیم از سال 2006 همینه. حالا جمهوری اسلامی اگر 10 میلیون هم بهمون بده، برای اینکه بتونیم یه جوری به مردم بگیم آقا مثل مجاهدین دیگه، پولای صدامو خرج کردن، رستوران گذاشتن، خریدن، به پمپ بنزین خریدن اینها، ولی میان میگن گلریزان، بعد خودشون میرن از تو اتاق اونوری زنگ میزنن میگه 200 دلار من هدیه میکنم. ما هم این 10 دلار 20 دلارا رو میگیریم که به قول معروف کلک بزنیم با آیارس. حالا پولای دیگر چجوری نشون آیارس نمیدیم اونو من نمیدونم، شما که میگیری بیا یاد من بده. در اصل منو چهر عزیز ممنونم. اگر میخوای جمعه مهمان برنامه ما باشی، تا صبح جمعه به من خبر بده، 3 بعد از ظهر با اون تلفنی که میگی تو پیامت به تماس میگیرم، قشنگ در هر موردی که میخوای صحبت کن، خودتونو معرفی کنید، کی هستید، کی نیستید، نمیخواین یه بیننده هستید بگید اینجوری نظرتون چیه. اصل تلویزیون مردم اینه: از مردم، با مردم، برای مردم. حالا اونایی که میفهمن
ممنونشونم. اونایی که نمیفهمن، من اصلا وقتی ندارم که با اینها تلف کنم. جدیدنم یک شغل جدید گرفتم. آره دیگه نوه‌دار شدیم، امروز یه ماهه که من نوه‌دارم و باید بریم به فکر، اینجا رسمه پدر بزرگ مادر بزرگ برای نوه‌هاشون یه حساب باز میکنن و ماهیانه یه پول اندکی میریزن، یا نگم اندک، به وسعشون ها، به تواناییشون یه پولی میریزن به حساب این بچه، که وقتی این بچه شد 18 سالش، اون موقع توی فارغ التحصیلیش یه دفترچه حسابی بهش میدن، میگن که بیا عزیزم، حالا اگه میخوای بری دانشگاه مجبور نباشی بری قرض کنی، از همین اول جوانی با قرض و نگرانی باشی، این 10,000 دلار، 2,000 دلار، 1,000 دلار، 100,000 دلار، شما برو برای مدرسه، امیدوارم موفق باشی. ما هم به خاطر این حالا باید بریم سر کار دوباره، یک کار دیگه هم باید برای نوه‌مون بگیریم، نوه دختری که واقعا بلا بلا، اصلا من نمیدونم، واقعا آدم انگار که دوباره عاشق میشه. خب حالا بعد از ریاست جمهوری، بله اینها رو اون روز خوندم، انتقاد سکینه الماسی درباره فلسطین، اینها رو خوندیم و نشون دادیم و اینها، اونام روی این فیسبوک هم گذاشتیم، همه چی هم هست. و اما بذارید ببینم دیگه چه خبرهایی داریم. آهان، راجب آقای چمنارا، بذارید من بیام روی فیسبوک یک کمی از این کامنت هایی که دوستان گذاشتن استفاده کنم، شما را هم با دو تا صفحه در فیسبوک آشنا کنم. یکیش صفحه شخصی خودم هست که به نام خودم اینجا هست، ببینید، بذارید من اینو براتون بیارم بالا، اجازه بدید کامرای دو، ببینید اینجا نوشته پارسا سوربی، اینجا نوشته 1268 پندینگ آیتم. اینا چیزایی که دوستان نوشتن گذاشتن که من برم نگاه کنم بذارم اینجا. حالا چرا اینا نمیخوان 10 دلار خرج کنن که ما خودمون قشنگ بذاریم براشون رو اون صفحه‌ای که بیش از 8400 نفر میان میبینن، اینجا میارن میذارن. حالا بعضی هاشون وارد نیستن، بعضی هاشون میگن حالا میذاریم شاید از دست سوربی در رفت دیدن. آخه این چه فایده داره؟ این با شاپلیفتینگ فرقی نمیکنه. وقتی یکی میگه آقا من این صفحه شخصیمم، حتی یه جورایی در رابطه با صفحه مردم تیوی هست. حالا بریم مردم تیوی، مردم تیوی هم باز میبینید اینجا نوشتید مردم تیوی، این میاد عکس من اینجاست، این که میگم آقای یا دوستان work at journalist بنویسید کجا کار میکنید، کی هستی، چی هستی، عکستونو بذارید. همش عکس کوروش کبیر که اونم یه مرد ریشداری، لباساشون هم اگه نگاه کنی، اگه لباس رزم نباشه با لباسای امروز آخونده هیچ فرقی نداره. من به یکی از دانشجوها گفتم که دانشجو هم نبود، دبیر هم نبود، استاد دانشگاه بود و رفته بود توی یکی از این گریجویشن ها برای یک کار مهم و اینها، و عکس این فارغ التحصیلا رو داشت به من نشون میداد با اون به اصطلاح پوششی که میپوشن، اینجا بهش میگن روب. بهش گفتم این میدونی چیه؟ گفت نه. گفتم بابا این عبای ابو علی سیناست، اون کلاهی هم که میذارن سرش اگه نگاه کنید کلاه ابو علی سینا اونجوری بوده. و بعد ما که نمیدونم فیلسوفامون اون موقع همه عمامه داشتن، عبا داشتن و اینها، یکی بیاد به من بگه لباس رسمی ایرانی چیه؟ لباس رسمی ایرانی چیه واقعا؟ شما که اینقدر افتخار میکنید به کوروش و داریوش، میخواین لباسای اونا رو بپوشید؟ شما که افتخار میکنید به زرتشتیان، میخواین لباس زرتشتیا رو بپوشید؟ بیا به من بگو که لباسشون چیه، عکس بفرست نشون بدیم دربارش صحبت کنیم. و اما بیایم درباره این فیسبوک میخوایم صحبت کنیم. ببینید دوستان، اینجا نوشته که دو تا مسیج دارم، از موقع که رفتم دوش بگیرم و بیام برنامه بذارم دوباره دو نفر مسیج گذاشتن، بعد نوتیفیکیشن هم که چپ و راست میاد، اینجا نوشته 8418 تا دوستش دارن، 36 تا این هفته اضافه شدن که بهشون خوش آمد میگم، و نوشته که این هفته 18250 نفر آمدن پست ها نوشته های ما رو دیدن، رسیدن، خوندن، و اینه آگهی رو برنامه اون اعلام میکنیم. بعد میایم اینجا
بذارید کوچکتر بهتون نشون بدم، یعنی بزرگتر حقیقتا، جالب صفحه رو کوچیک میکنم ولی اون قسمت، یعنی ببخشید این رفت دوباره رو قسمتی که دیوونه میشه، ای زود زود عوض میکنم، اون دیوونه نمیشه، من یادم میره اینو کلیک کنم، ما همه چیزا رو میندازیم گردن دیگران. اسناد پاناما یک افشاگری مهندسی شده بود، این عکس این خانمه، انتقاد سکینه الماسی، ماجرای این فیلم آقای ماز جبرانی، و این مقاله رو هم یکی از دوستان از کانادا فرستاده بود که ما خود افراطگرایی اسلامی را به وجود آوردیم. دوستان ببینید از دوره ریگان چه ماجراهایی در میدل ایست اتفاق افتاده. بعد یکی از دوستانم هم همین تمشک آلبالو نوشته که ملا بالای منبر گفت که ما به هیلری کلینتون رأی میدهیم. یه مرد عامی پایین منبر پرسید چطور، چرا؟ ملا گفت که چون هیلری کلینتون در روابط شوهرش بیل را در دست مونیکا ندیده گره، حالا این بیل من نمیدونم منظورش یعنی بیل کلینتون یا چیز دیگه ای در دست هیلری در دست مونیکا بوده، در ریاست جمهوریش هم با ما چنین خواهد کرد. یعنی دوستان این آقا یا خانم خیلی قشنگ داره میگه هیلری کلینتون هم کاری میکنه که آخوندا به اصطلاح دنبالش هستن، حتی اگه بره جنگ با آخوندا را بندازه، این چیزی که آخوندا ازش استفاده میکنن، آخوندایی که امروز خودشون هم آمدن و میگن این نوکیسه ها چنین و چنان و داره میشه مثل آخر دوره شاه. حتی این آقای چی هست که رشته اقتصاد میدونه، دیروز در مصاحبه با وایس آف امریکا میگفت که سال 50 هم این یه همچین رویدادی رو دیده، ظهور نوکیسگان، بعد توضیح قشنگ هم میده که این نوکیسگان کیا هستن، افرادی هستن که از کار نکردن پول در میارن، بعد اینا جامعه رو به فساد میکشونن، همینایی که الان لامبورگینی و پورش و اینا تو ایران دارن، همینایی که خونه های چند صد نمیدونم میلیاردی میخرن، همینایی که بستنی طلایی میخورن، اینها جامعه رو به فساد میکشونن. و جالب اینه که نه در دوره شاه عاقل بودن بهش رسیدگی کنن نه این آخوندا، ولی یه امیدی هست اگه این آخوندا رسیدگی نکنن، این آقازاده ها نوکیس ها، ایشون توضیح میده فقط هم آقازاده ها نیستن، میگه وقتی این مرض شیوع پیدا میکنه در جامعه، افراد دیگه هم به تقلید از آقازاده ها میرن دنبال این ماجراهای نوکیسه‌ای و کلن مملکت رو به اصطلاح داغون میکنن. من میخواستم اسم یه خانمی رو بگم، عکسشم نشون بدم، نوشتشم نشون بدم، بعد گفتم نه شاید ایشون به اصطلاح بی‌تربیت نباشه و همین جوری میدونید ماها بعضی وقتا یه کارایی میکنیم بعدش هم خودمون پشیمون میشیم. من دو سه روزه که نوشته هایی به دستم میرسه از یه خانمی که نمیدونم جورنالیست و اینها هم نیست، رو صفحه عمومیش هم میذاره، نوشته های خوبیه، من براتون میخونم بدونی که نشون بدم، چون قبلا گذاشته بودم که نشون بدم، ولی میخوام از شما، یعنی این خانم مهم نیست، برای من این مهمه که آیا شما هم همین مسئله رو دارید و فکر میکنید ایرانی های داخل ایران یه مقداری به اصطلاح پر توقع و پر انتظار و بی تربیت شدن، یا اونها فکر میکنن که ما با فرهنگشون آشنا نیستیم. مثلا این خانم نوشته که پدرم بازنشسته است، در دو دولت مختلف خدمت کرد، ایشون نوشته در دولت مختلف خدمت کرد، دولت اول، اولا شما باید بنویسی حکومت، شما معنی دولت و حکومت رو قاطی کردی، پهلوی حکومت بود، وقتی میگی دولت مثلا میشه بعد دولت هویدا، میشه بعد دولت ازهاری، جمهوری اسلامی حکومته، وقتی میگی دولت میشه دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد، دولت رفسنجانی، دولت خامنه ای، دولت روحانی، بلد نیستید، پرمدعا هستید. دولت ستم شاهی و دولت دوم حکومت اسلامی، اما در خدمت به دولت ستم شاهی پدرم، آره ایشون معلومه چون تو ایرانه هی میگه ستم شاهی ولی دولت جمهوری اسلامی رو جرئت نمیکنه چیزی بگه،
پدرم همیشه مرتب و منظم کت شلوار پوشیده و کراوات زده سر کار می رفت. بعد از چند سال کار کردن برای دولت ستمشاهی خانه شخصی خرید، یک ماشین صفر خرید، مسافرت می رفتیم، همه چیز خوب پیش می رفت، تا اینکه گفتند شاه مال مردم را به آمریکا می دهد، ما نباید پول آب و برق بدهیم، باید انقلاب کنیم. یادمه پدرم یک آلبوم تمر داشت، تمام تمرهای عکس شاه رو پاره کرد، افسوس انقلاب پیروز شد. یادم چقدر بدبختی کشیدیم با اینکه بچه بودیم، ولی خیلی میترسیدیم. خواهر بزرگم با جهیزه‌ای که مادرم در دوران ستمشاهی برایش فراهم کرده بود به خانه بخت رفت. بعد از چند سال پدرم ماشینش را فروخت که بهتر بخره، اما بعد از یک ماه قیمت ماشین دو برابر شد. دوران بازنشستگی پدرم در حکومت اسلامی فرا رسید، اما آنقدر حکومتش کم بود، حقوقش کم بود، که مجبور شد بره کاری از شأن خودش پایین تر انجام بده. همینجا من میخوام از شما سوال کنم، چه کاری از شأن پدر شما کمتر بوده؟ این شأن رو کی تقسیم میکرد؟ هر کی یه دیپلم میگرفت شأنش این بود که بره بشینه پشت میز، ولی لیسانس و دکترش بلند میشه میاد اینجا جارو میکشه، ظرف میشوره. دوتا از دوستان اینجا با من صحبت میکردن، خانمه گفت که وضع شغل و بیزینسمون خیلی خوب نیست، میخوام برم رانندگی اوبر. آقای بهش گفت بابا ول کن، تو سالها پیش رفتی تو وندیز کار کردی، یادت میاد فامیلتون که اومد اونجا گفت این چه کاریه، اقلا میرفتی تو مارشال و تو بهش گفتی اگه خجالت میکشی نیا اینجا. گفتم خب خانمه درست میگه، اگه خجالت میکشید تو وندیز کار کنید، راننده اوبر باشید، نیاین اینجا. اگر شغلتون، مقامتون، اسمتون، فامیلتون یه شأن به خصوصی داره و بابات رفته از شأن پایینترش، آقا خانم، حالا اسمتون رو نیاوردم چون واقعا فکر کردم شما آدم صادقی هستید، اینجا طرف ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا بوده، بازنشست که میشه پولاشو میبینه اون 401k دزدانی در دوره کلینتون و اینها زدن خوردن، پولا باطل شد، بازنشستگیش از بین رفت. کسی که آرزوش این بوده بره دنیا رو ببینه، هر جا میره بگه من کلونل بازنشسته هستم، نه کلونل که سرهنگه، اون یکی دیگه چی میشه، تیم جنرال بازنشسته هستم و چنین و چنان، برگشته دم جاینت گاری جمع میکنه ساعت 8 دلار 10 دلار، ولی افتخار میکنه. پدر شما کی بوده؟ شأنش چی بوده؟ بگید پدرتون شغلش چی بوده، اسمتون هم که معلومه، ببینیم این کی بوده. الکی هی فیس در نکنید، ببخشید این از زرزر و عرعر و فیس در کرده، من نمیدونم یعنی چی، چرا بگفتن فیس در از خلاصه. حالا بهش اضافه شد نمیدونم حکومت اسلامی که مال مردم رو به آمریکا نمیده، به مردم هم نمیده، پس به کی میده؟ شأن انسان‌ها در حکومت ما چیست؟ آیا کارگران، کارمندان و قشر کم درآمد جزو انسان‌ها محسوب میشوند؟ خود شما انسان‌ها رو طبقه بندی کردید، گفتید بابای من مجبور شد بره یه چیزی که از شأنش پایین‌تره، و میدونستید که من اینجا یقتون رو میگیرم، دعوت من رو قبول نکردید. و اما چرا من گفتم که دوستان به نظرتون این افراد بی تربیتن، پرمدعا هستن، یا سیستم عوض شده؟ مثلا در زمان من ممکن بود من اگه به دوستم در که باز میکردم میگفتم بیا تو، بابام میگو بابا باید به مهمون بگی بفرما تو، من چه فرق میکنه؟ شاید به نظر اونا ما بی تربیت میمدیم. من به این خانم گفتم که نوشته های شما جالبه و من مایلم با شما مصاحبه داشته باشم. ایشون برای من نوشته که شما خارج از آمریکا هستی؟ نوشتم بله. حالا بدونی که بنویسه مثلا نه من مصاحبه نمیکنم، میترسم برام اشکالی پیش بیاد با تلویزیون خارج از کشور، که اون موقع بلافاصله سوال پیش میاد که اینایی که مصاحبه میکنن با تلویزیون مختلف خارج از کشور چرا نمیترسن و چرا شما میترسین؟ ریگ تو کفش کی هست؟ بعد برای من نوشته که خوش به حالتون، ها شما کجا هستید؟ میگم آمریکا. میگه خوش به حالتون. میگم خانم آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بعد بهش میگم شما از من این همه سوال جواب میکنید، جواب پرسش من رو ندادید. من از شما مؤدبانه دعوت کردم که بیاین در برنامه،
بعد میگه جواب من منفیست. مهم نیست جواب منفی میتونه باشه، به همین خاطر هست که دعوت میکنن. شما میتونی بیای تو برنامه من؟ از یه آدمی مثل منوچهر دعوت میکنن، ایشون میگه بله میام، ممنونم، پولشم میدم. آدم انسانه. از یکی مثل شما دعوت میکنم، پرمدعا هستید، باباتون بازنشست که شد رفت یه شغلی کمتر از شأنش کار کرد، شماها لیاقت همین آخوندها رو دارید که چنان بزنن تو سرتون که حاضر باشید 1,000,000 دلار هم خرج کنید، از اون کشور فرار کنید، بیاین این کشورها، اون وقت وایسید کار کنید، ظرف بشورید. همین آقای موحدی گفت آقا من تو زندان ایران بودم، قرص قلب نمیدونم چیم به جا بود، اومدم اینجا روزی 1,000 تا بشقاب میشورم، پول ندارم قرص قلب بخرم، که همین سربی ربطش کرد با دوستی در اروپا، اون دوست قرص قلب ایشون رو براش میفرستاد. حالا هر وقت خانم شما مایل بودی به من جواب بده که پدر شما کی بوده، شغلش چی بوده، بیان بگید تا 4 نفرم بیان بگن آقا این یک پدر سوخته ای بود، خون ملت رو میکرد تو شیشه زمان شاه یا زمان شیخ. هممون بدیم، بی خود نیست سربی میگه کارمون خیلی خرابه. ساعت 2:57 است، ساعت 3 بعد از ظهر من با آقای یزدان خدابندلو قرار دارم. به ایشون گفتم اگه میشه این سیستمتون رو که بعد از چند دقیقه ویدیو اشکال پیدا میکنه ببرید یک لیف و صابونی بزنید، تمیز کنید، خاموش روشن کنید و به چیز نشون بدید، و اگر امکان داره از یک کامپیوتر دیگه صحبت با هم صحبت کنیم. ایشون نوشت والا یک کامپیوتر دیگه دارم. بله چگونه ساعت 9 بیام روی خط؟ خب همین جوری که قبلا بودیم با اسکایپ. بله آقای یزدان خدابندلو سوال کردن همین 1 دقیقه پیش. بله درود بر شما، امروز اگر برنامه داریم چگونه ساعت 9 بیایم روی خط؟ همین با اسکایپ. قربان اسکایپ الان روشن کردم، دلیلش که روشن نمیذارم اینه که من تا میام اسکایپ روشن میکنم حدود 400 خورده نفر طول لیست هستن، تازه اینایی هم که ما اسم اونو محرمانه بهشون گفتیم در رابطه با یک کاری بوده، فکر کردیم مثلا حامی تلویزیونن اینها، یکیش میاد میگه سلام، یکیش میگه خداحافظ، یک میگه میای اینجا، یک میگه اونجا، همینجوری ما باید خاموشش کنیم. نمیخوام بگم شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. میگم که دوستان نخواستن که ما به کار زندگیمون برسیم، یک دم نشد که بدون این دوستان ما زندگی کنیم. ممنونم. و بله اول میگم فکر کردم که اون چیز رو عکس این خانم رو نوشتش و اینا رو نشون بدم، چون جنبه عمومی داشت و خود ایشون روی صفحه اصلیشون نوشته بودن، بعد فکر کردم نه بذارید ما اقلا به اینا نشون بدیم که بابا جون اینجوری نیست. اولا هر جا که روی آسمان همین رنگ است، همیشه گفتن به اصطلاح مرغ همسایه قازه، که الان من تفاوت قاز و مرغ هم نمیدونم، این اگه قاز همین مرغابی و اردک اینجاست که همچین تعریفی هم نداره به نسبت مرغ. در هر صورت آمریکایی‌ها میگن که چمن همسایه سبزتره اونور چیز به اصطلاح اونور فنس یا یاردتون که میرید. بذارید ببینیم آقای یزدان خدابندلو تشریف دارن و بله بسیار عالی هستند ایشون. من هم تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و ضمن اینکه امیدوار باشم همین تصویر با همین کیفیت عالی باقی بماند. آقای خدابندلو سلام بر شما، ممنونم از اینکه با ما هستید. به دوستان هم گفتم که امروز شما میخواییم بیان بگید که چه باید کرد. واقعا این سوالی که همه میپرسیم و تاکنون کسی پاسخی براش نداشته. میخواین اون متن رو من بخونم یا خودتون میخونید به همون روش که قبلا داشتیم؟ درود بر شما آقای سربی. ممنونم از صدا میپیچه، اینجا دوبار تکرار میشه.
درست شد. بله. الان بهتره. الان صدا میاد دیگه. بله قربان بفرمایید. خب من نمیدونم شما، من مقدو برای شما یه بار مثل که ایمیل کردم، شاید رسید. بله من هم ایمیلشو دارم، هم روی فیسبوکتون برداشتم. بله روی فیسبوک هم یه نسخهشو من گذاشتم اونجا که شما داشته باشید. و من بارها گفتم به دوستانم که مطالب رو من بر اساس نیاز زمان می‌نویسم و نگاه میکنم ببینم که الان چی میخواد، مخصوصا نیاز نسل معاصر چی هست. به همین خاطر استش که حدود 7-8 سال پیش این متن رو من نوشتم تحت عنوان چه باید کرد. چرا؟ برای اینکه پیوسته هموطنان میومدن توی رسانه ها از این مفسرین، گویندگان، تفسیر کنندگان میپرسیدن که خب در این شرایط چه باید بکنیم. و طبیعتا هر کسی به نسبت بضاعت فکرش و منطقش یه سری سوالاتی رو جواب میداد. بله حتی یه وبسایتی آقای حسیبی درست کرده بود، برنامه های تلویزیونی هم داشت به نام چه باید کرد، که فکر کنم آخرش ایشون به این نتیجه رسید که فقط کلاه تلویزیون ها رو برداره و برنامه بذاره و پول نده و در بره، بره ایران. بفرمایید. خب شاید اینطوری بود. منم به این خاطر که مرتب اینا میومدن این پرسیدن، لازم دونستم که یه سری مطالبی بنویسم در همین راستا. حالا خب بهتر استش که من این رو در ابتدا بخونم پاراگراف به پاراگراف و شما میتونید این رو هر لحظه که پاراگراف تموم میشه قطع کنید اگر سوال میخواید مطرح کنید یا به بحث بشینید. و من خیلی دوست داشتم که قبل از شروع شدن برنامه یه مقداری 10-15 دقیقه درباره متن صحبت بکنیم، چون این بسیار بسیار اهمیت داره. حالا شما نظرتون چیه؟ خب من فکر میکنم همون 3 مطلب رو شما نوشته بودید، علت ها رو گفته بودید، بعد دنبال اون باز کنید. من متن رو هم نشون میدم که دوستان بتونن. ضمناً من اینجا از شما تشکر میکنم که خیلی قشنگ به غیر از اینکه روی فیسبوک میفرستید، به قول معروف دبل چک میکنید، از طریق ایمیل هم برای من میفرستید که من حتما داشته باشم. اینجوری برنامه ها ردیفتر و بهتره. میخواین من اون مقاله رو نشون میدم شما بخونید و باز کنید دیگه. بسیار. من الان ببینید مقاله رو آوردم روی صفحه. بله. فیسبوک هم بستم، فقط اسکایپ هستش و این ورد که بازه و من مقاله رو بخونم. آیا تصویر من روشنه؟ نه، از همون 1-2 دقیقه بعد تصویر شما رفت. من به احتمال زیاد فکر میکنم اینترنت شما اسپیدش برای ویدیو. الان تصویر من چطوره؟ نه الان همون ببینید، ما شما خودتون حالا بعدا میتونید ببینید، شما رو میبینیم، عینکتون همه چی خوبه، پیرنتون چارخونه، ولی اون شفافیتی که اول برنامه داره نداره. من فکر میکنم توی آمریکا میگن که چرخی که قیچ قیچ نکنه بهش گریس نمیزنن، توی ایرانی هم میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. گاهی وقتی به این شرکت هایی که به شما سرویس میدن، دوستان تماس بگیرید، بهشون بگید که شما مثلا 2 سال پیش این سرویس رو به من دادید، به نظرم میاد این اکویپمنت هایی که اینجا هست کهنه است، احتیاج داره عوض بشه. اینا نمیدونن، فکر میکنن شما مثل 2 سال پیش فقط از تلفن استفاده میکنی، نمیدونن الان اسکایپ هست، فیسبوک هست، ویدیو هست. یک کمی به قول معروف اگه گریه کنیم، اونها هم مثل مادر یا دایه دلسوز شاید به همون شیر بدن. تصویر شما قابل دیدن هست، ولی کیفیتی که من دوست دارم نیست. اون کیفیت اولی 1-2 دقیقه وای میسه، بعدش تصویر فریز میشه، بعدش اون چیزه بد میشه. خب الان ببینیم، من اینو امروز فراموش کردم که برم به این شعبه تلگرام که من میتکلیدش هستم، عضو اونجا هستم، بگم این مسئله رو، بگم که این وضعیت مشکل من دارم. بله. شاید اینا فکر دربارش بکنن. خب حالا اب نداره، بهتر. میدونید چرا؟ شما الان بعد از برنامه 1-2 ساعت بعد این آرشیو بایگانی که میشه، لینک شما براتون میفرستم، برید اونجا روی فیسبوکتون هست، بهش بگید بیا این ویدیو رو نگاه کن، شما به من بگو. اگه گفت ممکنه طرف مقابل، بگو وایسا، طرف مقابل من توی آمریکا اینترنتش 100 با 10 نفر این برنامه رو داره، هیچ اشکالی پیش نمیاد،
دو بله ساعت. بله مشابه های برنامه شما رو نشون میدم. بله همه صافن. بله بگید من این طوری آها بگید اینجوریه. من اگه جای شما باشم اگر یه دوربینه یک وبکم اکسترنال داشته باشم وصل میکنم با اون امتحان میکنم ببینم میشه یا نه. من امیدوار بودم که این کار انجام بدید، برای دوستان گفتم، گفتم آقای خداوندلو میگه که دوستان سربازان گمنام آمدن کامپیوتر قبلیم رو داغون کردن، در صورت این از این. حالا بیش از این وقت تلف نکنیم، برای ویدیو همین که صداتون رو میشنویم کافیست. من اون مقاله رو نشون میدم، شما هم شروع کنید به خواندن و توضیح دادن. بله من قبلا رفته بودم که یه همچین برنامه‌ای رو داشتیم. من رفتم اینجا، یه دونه شرکتی هستش به نام ساتور که همین این بسار صوتی رو میفروشه و دوربین و میکروفون، این چیزی که الان من بحث کردم گرانبهاترینش بود که در اونجا بود. آها. از 25 دلاری 25 یورو بودش تا این 115 یورو من فقط بابت این دوربین دادم که بسیار چیزشه و مارک بسیار مشهوری هم هست. بسیار من بهتری تصویر داره، یعنی من از نظر دوربین و اینطور چیزا مشکلی ندارم. بله. بنابراین فقط باید برم به اداره تلفن بگم که آقا این چیزه. اما یه سوال دیگه هم بکنم، امروز از یه دوست من پرسیدم نکنه این ساعتی که ما شروع میکنیم، چون بار خیلی همه از کار و زندگی برگشتن، کار خونه هستن و اینترنت ها شروع کردن، بار این اینترنت و این اسکایپ و اینطور چیزا شاید سنگینه. خب اینم یه موضوعیه، شما همینو به اون شرکته بگید، بگید اگر توی این ساعت شما میدونید اون چیزی رو که به من قول میدید نمیدید، من یه چیز بالاتر بخرم. در رابطه با دوربین و اینها بهتون بگم، من هفته پیش یه شنبه رفتم یه شهر دیگه که یه استودیویی برای یکی از دوستان درست کنم و اون به من گفت که آقای سوربی من قبلا با یه تلویزیون دیگه برنامه داشتم و خیلی حدود 10,000 دلار چی خریدم گذاشتم اینجا. از دم در که رفتم داخل دیدم بیشتر چیزای ایشون آنالوگه. اون موقع 2,600 دلار بوده، باور کنید الان یه دوربین 26 دلاری HD لاجیتک یا مایکروسافت، از اون دوربینایی که با سیستم کامپوزیت سیمای قرمز و سفید و به اصطلاح زرد کار میکرد، کیفیتش بهتره. ولی چون شما میگید، من الان به فکر این افتادم، شاید این دوربینا و اینها زمانی که شما خریدید با ویندوز 7 با ویندوز XP خوب بوده، الان شاید فقط باید درایورش رو عوض کنید. من باز ازتون خواهش میکنم این مطلب رو بذارید وقتی که دوستان بیننده نیستن، چون الان برای اونا خسته کننده میشه که من و شما نشستیم راجع به سیستم صحبت میکنیم وقتی که منتظرن این چه باید کرد رو بشنوید. خب بسیار خوب، این قسمت هاش رو شما لطفاً از سخنرانی حذف کنید، اون قسمتی که ما میخونیم، یعنی از الان من شروع میکنم این مقاله چه باید کرد رو میخونم که ضرورت داره که تعداد زیادی بدونن. بله بفرمایید. بله بنابراین من شروع میکنم. چه باید کرد؟ در سالهای اخیر با اوجگیری مبارزات ملت قهرمان ایران علیه رژیم بنیادگرای اسلامی، پیوسته در رسانه‌ها هموطنان خواستار راهکار هستند و این سوال را مطرح میکنند که در این شرایط چه باید کرد. برای اینکه بدانیم چه باید بکنیم، اولین گام این است که ابتدا بدانیم چه حادثه اتفاق افتاده. دو، این حادثه چرا اتفاق افتاد. سه، اهداف این حادثه چیست و سمت و سوی آن به کدام جهت است. حال صورت مسئله را با راه رفتن روی خط علت معلول جهت یافتن پاسخ به پرسش‌های مطرح شده پی می‌گیریم تا چرخه آن تکمیل شود. 37 سال پیش در کهن‌بوم ایران حادثه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و مردم ایران اسم این حادثه تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز را انقلاب 57 گذاشتند. بنابراین رستاخیز 57 بزرگترین حادثه تاریخ معاصر ملت قهرمان ایران است، زیرا در جریان آن دفتر سامانه سلطنت بسته و نظام جمهوری اعلام شد و این اقدام سترک مثل هر حادثه تاریخی به ناگزیر ریشه در گذشته دور و نزدیک سرزمین ما دارد، زیرا در طول 2500 سال تاریخ دراز دامنه در پهنه فلات ایران دو نهاد سیاست و دیانت مسئول سامان اجتماعی و در آن نقش درجه اول داشتند و الزاماً هر فعل و انفعال مثبت و منفی مستقیم به عملکرد آن دو نهاد برمی‌گردد. و اکنون به خاطر محدود بودن فضای نوشتار
اگر از پرداختن به آن گذشته دور صرف نظر کنیم و با دیدی باز و استفاده از ابزار جامعه شناسی سیاسی و اتکا به فلسفه تاریخ به گذشته نزدیک در 50 تا 150 سال اخیر نظر کنیم، در مقابل چشمانمان جامعه ظاهر می شود سنتی که در آن تنها دو نهاد، یک نهاد سیاست یعنی انجمن دربار متشکل از خانها، اعیان زادگان و فودالهای بزرگ و در رأسشان شاه، دو نهاد دیانت اسلامی با فیضیه، مسجد، آرامگاه امامان و لشکری از ملاها و مکلاهای عمامدار و بی عمامه ریز و درشت و در فرازشان آیت الله های بزرگ و مراجع تقلید که مسئول سامان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی و ده ها امور دیگر بودند قرار دارند و در همین مقطع از زمان آنتن‌های هوشمند آن جامعه سنتی یعنی روشنفکران عصر مشروطه متوجه می‌شوند این جامعه نسبت به جوامع دیگر از یک سو هویت ایرانی را به تدریج در اثر آموزه‌های شریعت نبوی از دست داده و در هیئت امت اسلامی با سیمای ژولیده و روانی آلوده به خرافات در آمده و از دیگر سو به شدت عقب مانده و این واپسماندگی باعث شده همسایگان دور و نزدیک دائما به ما تجاوز کنند و این تجاوزات که از 2000 سال پیش پس از فروپاشی امپراتوری هخامنشی ابتدا با سپاه اسکندر بر رومی ها، سپس اعراب، بعد ترک ها و مغول ها و پس از آن عثمان ها، پرتغالی ها، روس ها و انگلیسی ها پیوسته ادامه داشته و به تجزیه بخش بزرگی از کشور پهناور ایران رفته رفته حلقه محاصره به گرد ما تنگتر گردید و می رود که در آینده نچندان دور کل سرزمین نیاکان را از صحنه جغرافیای سیاسی جهان در منطقه حذف کنند و واژه پرتنین استقلال از حافظه فرهنگی ما برای همیشه زدوده شود. با وقوف به این پدیده هولناک و افق تاریک و باستاب فاجعه بارش برای ملت کهن با آن پیشینه و قدمت تاریخی بسیار ناگوار بود که اجازه دهد دروازه فرتوت همچنان بر پاشنه فرسایش بچرخد. در نتیجه به فرمان خرد جمعی فرمانی به فرزندان ایران صادر شد که درنگ دیگر جایی نیست. قبل از آن که مام وطن را اهرمن صفتان پاره پاره کنند برخیزید و در اثر این سروش بیدارساز احساس وطنپرستی سلحشوران ایران برانگیخته و شروع به مبارزه در عرصه نظر با خطابه و قلم و در حوزه عمل با قدم و قلم با قدم در پهنای وطن می‌کنند تا فرزندان این دیار کهن از گهواره رخوت و سستی هزار ساله به در آمده و گام بر صحنه پرتنش و پرچالش تاریخ معاصر گذارند و نتیجه فعالیت آنها منجر به جنبش یا انقلاب مشروطه می شود. و امروزه که ما بیش از 100 سال از آن نهضت ترقی خواه از یک سو در عمل ناکام از دستیابی به اهداف آرمانی به انسانی خود و از سوی دیگر نشکست مطلق فاصله گرفته ایم و با دیدی امروزی بهتر، روشنتر و علمیتر از گذشتگان و با در دست داشتن انبوهی از سند و مدرک به آن حادثه دورانساز می نگریم، نگارنده ابتدا تعریف انقلاب و سپس دستاوردهای ریز و درشت آن جنبش بزرگ را در 4 بند کوتاه و فشرده جمع بندی می کنند. خب تا اینجا بحث نداری، شما سوالی ندارید؟ نه خیلی بفهم. تعریف انقلاب. انقلاب به معنای منقلب شدن، بالا آوردن، آنچه به خورد آدمی رفته و در جامعه یعنی شکستن ساختار کهنه و ایجاد نظمی نو. و به همین دلیل است که گفتن انقلاب در بن‌بست ها آغاز می شود و دستاورد آن منجر به 1. سرنگونی حکومت ارباب رعیتی و فرتوت قاجاری که مزدوران ایرانی نمای روس و انگلوفیل درباری گلوگاه های اقتصادی و اجتماعی آن را در قبضه خود داشته و سنگ سنگینی در مقابل چرخ‌های تحول، ترقی و توسعه ایران با دولتی ناکارآمد و دورمانده از منطق زمان و افکندن سایه کمرنگ از ایجاد نظام جمهوری در افکار ملت شد. 2.
تقدیم قانون اساسی به ملت ایران که با این عمل اهالی ایران زمین از حافظه تنگ ایلی، قومی، قبیلگی و با وابستگی های خاندانی، دودمانی تا حدودی به در آمد و در واحد بزرگتر ملت قرار گرفت. واحدی که در آن هر ایرانی قرار شد به عنوان یک شهروند محسوب شود و سلطه شاه و شیخ رها و تحت حمایت قانون قرار گیرد تا در نهایت پدیده ملیت به تدریج در ذهن آنها جایگزین امت اسلامی شود. 3. تقدیم پارلمانتاریست یا ایجاد خانه ملت که فرزندان انتخاب شده از سوی مردم در آن گرد هم آمده به وضع قوانین و اداره امور جامعه بپردازند. 4. ایجاد مدارس جدید به سبک و سیاق اروپایی که یکی از بهترین و تحسین برانگیزترین ارمغان انقلاب مشروطه بود که به یمن آن ما امروزه میلیون ها انسان تحصیل کرده و باسواد در اختیار داریم، ابزاری بالقوه نیرومند که با اندکی آموزش حرفه‌ای در هر شاخه‌ای تخصص میتواند به نیروی بالفعل کارآفرین و ثروتساز تبدیل شود و جامعه را از فقر، فلاکت، پریشانی و عقب‌ماندگی فاجعه‌بار تاریخی رهایی بخشد. اما در عمل با تأسف بسیار از این 4 ارمغان درشت انقلاب مشروطه که میتوانست در عمل و نظر بسترهای زیرین و راه‌های رشد علمی و ترقی سامانمند را به تدریج فراهم آورد، تنها 2 است یا بندان، یعنی سرنگونی حکومت قاجاری و ایجاد مدارس جدید پس از فراز و نشیب بسیار چون زایمانی دردبار از قوه به فعل در آمد. اما 2 بند دیگر، یعنی تقدیم قانون اساسی و اجرای مفاد داد، مفادی که باید در مدارس و دانشگاه ها به ما فرزندان ایران در جهت شهروند شدن، آشنایی با روح قانون، تشکیل احزاب، برخواست از پیکر ملت به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن، روزنامه‌نگاران مستقل و آگاه به امر سیاست و درست راه رفتن روی خط منطق و مرزبندی های جامعه در ایجاد ادارت اجتماعی و برقراری تعادل بین فقر و ثروت، به کار گرفتن امکانات مادی و معنوی در جهت ساختن زیربناهای علمی کشور در آستانه قرن 20، قرن تحقیقات میکروبی، اکتشافات فضایی، عصر رایانه ها و نرم افزارها و تحولات کلان در سطح جهان و صنعتی شدن آموزش میدادند که ندادند. و در عوض به جای ساختن صدها هنرستان حرفه‌ای فنی و بردن فناوری به روستاهای مستعد، 55,000 مسجد در کوچه و خیابان ساخته و شرعیات دینی در جهت انقیاد ذهنی در مغزان فرو کردند. و در ایجاد خانه ملت به احترام به صدور فرامین و تصویب قوانین از سوی فرزندان برگزیده آن آب و خاک، از همان روز تأسیس تا به امروز از یک سو در اثر فقدان طبقه متوسط و آگاه به امور سیاست، احزاب مستقل، روزنامه‌نگاران باسواد و ضعیف بودن نیروی ترقی‌خواه در سطح کشور، و از دیگر سو در اثر توطئه، دسیسه و کارشکنی‌های متولیان ریز و درشت آن 2 نهاد مزاحم سیاست و دیانت فرتود و تاریخ مصرف تمام شده شاهنشاهی اسلامی که شاه و شیخ در رأس آنها قرار داشتند، با کمکاری، تعطیل، انحلال و ترور اعضای وطن پرست و به توپ بستن خانه ملت و تبیل خطاب کردن آن و خرید و فروش کرسی ها و آرای نمایندگان و ایجاد انتخابات فرمایشی حتی هنگام فعالیت بیرمق، عقیم و بیثمر آن نهاد قانونگذار و پر کردن نمایندگان انتصابی که بخش بزرگی از دوره وکالت خود را نه در حوزه انتخابی بلکه در اروپا و آمریکا به خوشگذرانی می پرداختند و بیخبر از اینکه محل نمایندگی آنها در کجای ایران قرار دارد و اهالی منطقه چه نیازهایی دارند، و انباشتن مزدوران دست نشانده، دست بوز، ولی قربانگو و فرومایه آن 2 نهاد عفونتبار و همیشه طلبکار از ملت محجوب ایران که قرنها اعضای نهاد شیخ و شاه را بر گرده خود حمل کرده که عدم فردشان بهز وجودشان بود، با ترس و لرز و ارادت سالوسانه و چاکرمنشانه به ابلیس، به تصویب قانون ضد ملی و پایمال کردن حقوق قانونی، نخبه کشی در تمام سطوح و اسارتبار ملت روبرو شد.
اما سوی دیگر ملت صبور و شکیبای ایران در طول بیش از نیم قرن انتظار در به دست آوردن حقوق قانونی و آزادی سیاسی و تشکیل احزاب به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن و توسعه اقتصادی و بازی گرفته نشدن و کنار گذاردن در امور در اداره امور و آدم به حساب نیاوردن و در حاشیه نگاه داشتن مردم با رفتاری اهانت‌بار از سوی متولیان فرومایه آن دو نهاد که یکی او را بنده و دیگری رعیت و غلام خود می‌داند، در انتظار فراهم آمدن ابزار کار برای یک جراحی سرنوشت ساز و حذف آن دمل‌های بدخیم شیخ و شاه از پیکر گوهرین جامعه نوین ایران، آزرده خشم خاموش خود را فرو می‌خورد و در درون خود متراکم می‌کرد تا در یک بزنگاه تاریخی واکنش حراس‌انگیز خود را در مقابل آن همه کنش‌های اهانت‌بار که همزمان با کوچ بیش از 50% روستاییان در طول 50 سال پس از انقلاب مشروطه در جهت زندگی بهتر به سوی شهرهای بزرگ و در عمل تراکمی یافتند در چند نقطه از کشور به نام کلان شهرها و ایجاد بیغوله ها، حلبی آبادها بدون کمترین امکانات رفاهی، آموزش حرفه‌ای و از دست رفتن وچه روشن شخصیتشان که محصول کشاورزی در روستا بود و آمیخته شدن سطح تاریک خرافی به دینخوی آنها با بزهکاری شهری که منجر به لومپنیسم اجتماعی حتی در سطوح تحصیل کردگان و در نهایت باعث برهم خوردن تعادل نیمبند و قوام نیافته شهروندی شد. شهروندی که سیمای بیرونی و ساختار درونی آن تا مقطع 57 پارامترهای علمی شهر و شهروندی حد نصاب پایین‌تر از 40% را هم به خود اختصاص نمی‌داد که در اصل شهر نبودند بلکه دهات شهرهای تورم یافته‌ای به حساب می‌آمدند. در 1357 در اثر تراکم آزردگی و نادیده گرفتن مطالبات برحق و خشم فروخورده و تلخ‌گامی حاصل از آن اصلاحات ارضی غلط که از یک سو روستاها و سطح کشور تخلیه نیروی تولید و از سوی دیگر تبدیل به مصرف کننده بر گرده شهر دهاتی که ظرفیت پذیرایی و تربیت آنها را نداشت شدند و تراکم روز به روز روستازادگان کمسواد و بیسواد بر گرد شهر و شهروند روان پریش شهرهای بزرگ که به جای خواندن جامعه شناسی دوباره اینجا رو بکنم و تراکم روز به روز روستازادگان کمسواد و بیسواد در گرد شهر و شهروند روانپریش شهرهای بزرگ که به جای خواندن جامعه شناسی سیاسی، تاریخ اجتماعی و فلسفه و انتقاد از خود و پی بردن به ضعف‌ها و ناتوانی‌های بنیادی در گشودن دیدگاه‌ها بر مشکلات و درگیری با تناقضات و اشتغال به فناوری مشغول مشاعره و دیدن فیلم‌های آبگوشتی، قطع‌های ناموسی، هفت‌تیرکشی، مراد برقی بودند و غافل از این که با افزایش روستایی که در گرد او روستا به تدریج حلقه تنابدار انتقام از شهر را که در طول 500 سال اخیر با گرفتن خاروبار، نوکر و کنی بدون تقدیم فناوری شهری او را غارت کرده بود برگردن او می بافد و آن صنعتی کردن فاجعه بار کشور با اعتاد بیرویه کارخانه های منتاج سازی و بیکار و خانه خراب کردن پیشه‌وران و صنعتکاران خردپای شهری و انباشتن آنها در اردوی بیکاران دهات شهرها به تدریج در حافظه قومی و سرانجام در خرد جمعی آنها این مفهوم شکل گرفت که این دو نهاد فرتوت و بندرس سیاست و دیانت و بال گردن ملت ناتوان از ایجاد جامعه فعال و مدرن و اداره آن هستند. در نتیجه عزم خود را جزم کرد تا هر دوی آنها را از صحنه بیرون و از شرشان برای همیشه خلاص شود و در راستای این هدف آینده ساز پس از لبریز شدن کاسی صبرش زلزله‌ای در ارکان سیاسی و طغیانی در اقیانوس انسانی خود افکند و انقلاب که گفتند در بن‌بست‌ها آغاز می شود در افق تاریخ ایران سر بر فلک کشید و ملت به فرمان خرد جمعی به مدد نیروی آسی و مصمم در انجام کار همچو در دریاخیزی انسانی و حلقه زده در پیرامون شهرهای بزرگ با امواج و پس‌لرزه‌های ریز و درشت مخصوصا در کلان شهر تهران که مستعد در فرود آوردن ضربه فلج‌ساز
در زرادخانه انسانی خود انباشته بود، با ضربتی هراس‌انگیز هرم سلطنت و نهاد سیاسی آن که شر اول در آستانه میدان نبرد اسلحه به دست پیش رویش بود را به قول حافظ چو شاهبازی که به شکار مگسی می‌رود در هم کوبید و در کوتاه زمان وجود هواداران و مزدورانش را از صحنه جامعه پاک و دفتر ظلم و سیاه‌کاریشان را برای همیشه بست و به بایگانی تاریخ سپرد. و این دومین بار بود که ملت قهرمان ایران بعد از دولت قاجاری نه به دست خارجی بلکه به بازوی نیرومند خود دودمانی را از اریکه قدرت به زیر آورده و اراده خود را تحمیل و نقش قضا و قدر و بخت و اقبال در سرنوشت خود را به کنار زده و نظام جمهوری اعلام نمود و بلافاصله به سربخت نهاد دیانت یعنی آن عفونتگاه عظما و جهل مرکب که در طول بیش از 1000 سال حضور اهریمنیش در فلات ایران چو دندان کرمیده و به اجبار در آرواره کهنگاشته ما که پیوسته سموم فلجزایش را در قالب اوهام و ترویج خرافات تا عمیق‌ترین نسوج کروموزومی سرشت زبانی و فرهنگ ما نسل اندر نسل تزریق کرده بود آمد تا ابتدا با ترفند تشویق تکریم و تعظیم سپس مزاح حجم حد و سرانجام در ثروت پایین نیامدن از خر شیطان با اسلحه در مسافی خونبار تکلیفش را روشن تومارش را در هم پیچیده و رخت نکبتبارش را از حیات روحی و روانی ملت ایران برکند و از شرش حیات انگلیش شاید برای همیشه رها و عطای خرافاتش که تنها کالای حضورش در این سرزمین پهناور بود را به لقاء مهملاتش ببخشد و این حقیقتی است نهفته در اهداف رستاخیز 57. خب تا اینجا بحث ندارید؟ نه، خیلی جالبه این چیزی که شما استفاده میکنیم به عنوان دهات شهرها و دیگری، چون شما از 57 به عنوان رستاخیز نام میبرید، خیلی از دوستان شما رو متهم میکنن که انقلابی بودید یا ملا هستید یا طرفدار ملاها. در این رابطه اگه بعدا بخواید صحبت کنید ممنون میشه. صدای شما خوب نمیاد، این قطع وقت میشد. الان چی؟ نمیدونم. خب شما منو متهم میکنید که چرا تهران رو دهات شهر خطاب میکنم؟ من متهم نکردم، گفتم کلمه جالبیه که با بله، تو ببینید. بله. ببینید آقای سرمی، شما همین کتاب جلد اول تاریخ تمدن اثر ویلدورانت رو بخونید. بله بله. در اونجا میگه که اگر بخواید درجه بندی یک شهر رو و مدنیت اون جامعه رو بسنجید، به اون شهر نزدیک میشید، اول توجه کنید ببینید که شهر فاضلاب رو داره یا نداره. اگر فاضلاب رو داشت، بدونید که اون ملت جامعه، اون ملت و اون شهر داره مدنیته. ولی اگر نداشت، مثل اسب و الاغ توی طویله میخورد و زیرش میریخت و اینا هم چون بدبو هستش 4 متر زیرترش در اونجا دفن میکنه، از مدنیت هنوز خبری نیست. بله، اجازه بدید من به دوستان بگم اینا علائم نشانه های شهروندیه. وقتی که اونجا من میگم که تهران رو اگر با مقیاس های چیز شهروندی بخوایم بسنجیم، نمره 40 هم نمیگیره. بله، اجازه بدید به دوستان بگم که این کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت رو اگر کسی میخواد، تلویزیون مردم داره و میتونیم براتون بفرستیم با به وسیله ایمیل. خودتونم اگر وارد باشید ممکنه بتونید از روی اینترنت پیدا کنید و نوشته های خیلی جالبی هست. صحبتی که در رابطه با شما، چون چند بار از به اصطلاح انقلاب 57 به عنوان رستاخیز استفاده کردید و بعضی از دوستان اون رو شورش میدونن، به شما میگن که شما حتما انقلابی هستید یا طرفدار آخوندا، ولی با توضیحاتی که شما دادید میگید که خود کلمه انقلاب، حتی وقتی میگن فلانی حالش منقلب شد، یعنی خورده هاشو بالا آورد یا این، من با شما موافقم که انقلاب بوده، ولی دوستانی که میگن شورش بوده و شما رو متهم میکنن که طرفدار انقلاب و ملاها هستید، اون رو چجوری صحبت میکنید در مورد؟ بله، این دوستانی که انقلاب 57 رو شورش و بلبا و نمیدونم نافرمانی مدنی و از این طور اصطلاحات به کار میبرن، این از ادبیات سیاسی خبر ندارن. یعنی نمیدونه که بابا جان انقلاب تعریف داره، شورش، بلبا، کودتا، اینا هر کدوم تعریف دارن. اگر این حادثه ای که در انقلاب 57 به وقوع پیوست رو بخوایم
بررسی بکنیم در جدول انقلاب ها قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه یک هرم سلطنت رو سرنگون شد و اون طبقه مرفع اون سطح بالا رو گذاشتن که را بدنه جامعه اومد روی کار، نظام جمهوری اعلام کرد. اگر اینها انقلاب نیست و چی هست؟ بسیار من اگر موافق باشید ادامه بدم. بفرمایید. اما این اقدام سترک چگونه صورت گرفت و کنایش آن چگونه بود؟ خرد جمعی ملت ایران با انتخاب یک کل شخصتری عضو نهاد دیانت اسلامی که برای خود پیشینه سیاسی فراهم و صلاحیت ورود به صحنه و با حمایت پرشور مردم جسارت به دهان اینو آن زدن و دولت تعیین کردن را پیدا کرده بود آغاز کرد. پیر کودکی با ریش سپید، او مردی لاغرندام، استخوانی، مملو از عصبیت دینی و جمود فکری که مثل رضاخان و نادر که هر دوی آنها در مقطع سقوط یک دودمان و انتقال قدرت در صحنه سیاسی ایران ظاهر شدن بود و ملت ایران در تدارک صحنه به سرعت با ساختن شعار مشهور و آهنگین و دلربای ملا و مکلایان روح منی خمینی بچکنی خمینی نهاد دیانت اسلامی را به وساطت جمیع متولیان ریز و درشت و ملا و مکلا از حاشیه و کاسریسی سفره ملت با حرکتی قاطع بر عریشه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصر افکند تا تکلیفش را روشن و رخت نکبت‌وارش را از پهنه کهن‌بوم ایران برکند و اقلیت تمامیت‌خواه مذهبی اجتناب ناپذیر با پذیرش به ایفای این پرده پایانی در راهی بدون خروج و بنبستی تاریخی در راستای حذف تدریجی خود رویاروی ملتی کهن که در تاریخ پرفراز و نشیب و خونبار این سرزمین در میدان بقا تهاجم‌های سهمگین خارجی و منازعات مدنیت مربادی داخلی را پشت سر نهاده و در سیر و سلوک زیستن و تنازع اجتماعی طبیعی در حوزه بقا امتیاز حضور در صحنه تاریخ از هزارهای دور در ید قدرتش بود قرار گرفت و ملت قهرمان با این ترفند هوشمندانه و خرد دوراندیش خیش به قول فرزانه بزرگ توس دشمن را به پای خود آورد بگور و در همان ابتدای ورود به صحنه مهد نمایش پیش رویشان قرار گرفت که بفرمایید آقایان، شما بیش از 1000 سال حضور در این اقلیم درباره برابری، مساوات و قسط اسلامی در قرآن و احادیث در مساجد، احادیثتان در مساجد، در مسجدها و تکیه ها، از بالای منبرها، در لوای خطابه های پرتبدراغ و آمیخته به ریا و سالوس و فرزندان ایران زانو زده بر زمین در پیشگاه شما به ایشان وعده و وعید داده اید. مخصوصا در جغرافیای ایرانی ما درباره قسط اسلامی و عدل علی رود درازی بسیار بموده اید. حال به قول فرزانه توس، این گوی است و این میدان، بیاران چه دارید مردی و زور با آن همه دانایی و کرفش و یا آن وعده ها و وعیدها را که داده اید و سهراب و کبراها که چیده اید جامعه همان بپوشانید یا از حیات روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی ملت ایران حذف شوید تا ما بتوانیم در برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت بومی ایرانی در رنسانس نوین خود را بازسازی کنیم، چون با حضور شما در این سرزمین این هویت رنگ ملی خود را از دست داده و لباس امت اسلامی به تن کرده و ما بدون داشتن هویتی همزاد خیش زیرورای استوار بر زندگی مدرن خود نمیتوانیم بنا کنیم و با این تمهید اهورای جمعی ما فرزندان ایران زمین را وظیفه مند نمود تا اسلام را نه به عنوان یک شریعت که او را در طول قرنها از آموزه‌های خود انباشته و در تصویر خود نگاه داشته، بلکه به عنوان یک جهانبینی در نظر بگیرد و با گرفتن فاصله و از بیرون و کم و بیش از دور آن نگاه کند تا متوجه شود که این شریعت ضد ایرانی در طول قرنها حضور در حیات روحی، روانی و اجتماعی ما چه سود و زیان و خیر برکتی برای ما داشته است. و البته خرد جمعی و دوراندیش ملت ایران به خوبی می دانست که این جماعت همیشه طلبکار و برگردی ملت سوار مردان میدان عمل و خیرخواهان این سرزمین نیستند و حفظ نظام را بر حفظ ایران ترجیح می دهند
زیرا جنسیتی ضد ایرانی به ترکیب متضاد با هویت فرزندان این آب و خاک و سمبل‌های پهنه فلات ایران دارند. اما در درازای تاریخ و حضور هزاره‌ای در این سرزمین، فرصت دگرنویسی و امکان گسترش سلطه شرعی و نهادینه کردن تابوها در عرف و تثبیت سنت رسول الله و تبدیل آن به اسطوره مقدس و معالن به انقیاد در آوردن اندیشه ایرانی و ایجاد پایگاه قدرت و مشروعیت و داشتن یک تکیگاه استوار و ابدی در راستای حضورش پس از فرونشستن عصبیت و کند شدن شمشیر عربی در این سرزمین و صیانت خود از یک سو، ذهنیت ما را از بنیاد و جرح‌ترین لایه‌های روانی با مزایای موهومات و ساروج خرافات با اهرمن توحید و ابزار خطرناک صراط المستقیم و سجده بر الله یعنی کانون لومپنیسم فلسفی در حوزه دین و مقدس جلوه دادن شخصیت‌ها و مناسک عربی اسلامی پیریزی و از دیگر سو ما را به تدریج از هویت کهن ایرانی ستایش آتش این برجسته‌ترین گوهره درخشان طبیعت که حضور آن در آفرینش و خلق کلیه دستاوردهای مادی و معنوی فرهنگ و تراکم مدنیت همه جا نمایان است که به قول بابا طاهر به هر جا بنگرم آنجا تو بینم و منفور جلوه دادن آن یعنی این سمبل دیانت ایرانی و تخریب آتشکده ها و افراشتن مسجد ها بر ویرانه های آن و مقدس جلوه دادن این بارگاه دیانت اسلامی یعنی جایگاه حقیر و فرومای ساختن انسان راستقامت که برای راستقامت شدن نیای کهن دستگم 200,000 سال تراش پیگیر و رنجبار در بستر تکامل و فراپوی انسانی و بالا رفتن پلکان دانایی در بایگانی هوشمند ما ذخیره کرده است و از میان برداشتن دولت ایرانی دیانت ملی و تهاجمی سخت بر ارکان زبان فارسی این زیر مجموعه بنیادین هویت که در شیوایی و لطافت ابرمرد خراسانی در سروده گفت نگه کن تا سحرگه بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی و در آستانه بیرون راندن آن از حافظه قومی ما و تهی کردن از ارزش‌های والای ایران کهن و انباشتن از سمبل‌های عفونت‌بار و عقیم‌ساز خود بود به طوری که انبوهی از هموطنان ما امروزه ابلیس اسلامی این عامل خودبیگانگی ما را در کنار خود ببینند اما در اثر دینخویی و اسلامبارگی او را به جا نمی‌آورند و این خیشاوندی پنهان آن حقیقت مکنونی است که انقلاب 57 با قرار دادن روحانیت و عریجه قدرت پیش روی من قرار داد که هرچه زودتر با همه توان خود آن را از حیات روحی و روانی جامعه ایرانی من بیرون برانیم اما در این راستا ملت ایران ابتدا به وساطت ملا و مکلا این شعبده بازان عمامه و بی عمامه دار ناگزیر بود شریعت اسلامی را بر میدان فراخ دامن نقد و تجزیه و تحلیل قرار دهد تا در کالبدشکافی درونی و بیرونی آن نقش ضد ملی و ضد ایرانی این اهریمن دیوکوب مشخص و نمایان شود که آنچه مقدس و الهی بود در عمل اهریمنی است حاکم بر سرنوشت و سرزمین نیاکان که باید جهت بهداشتی جامعه این دمل بدخیم را از روان و حافظه فرهنگی خود حذف کنیم و در این جر و این جراحی تاریخی آن هدف مقدسی که در پس آن سؤال استفهامی چه باید کرد قرار دارد و در راستای مقابل حذف و جایگزینی برای آن آلترناتیو یا بدیل ملت ایران تکیه بر میراث نیاکان و حرکت آگاهانه به سوی وطنگرایی ملی و در این راستا تا زمانی که سرانگشتان فرزندان ایران قبضه اسلحه نیرومند ناسیونالیسم ملی را هوشمندانه لمس نکنند و تکیگاهی استوار در سمبل‌های پهنه فلات ایران به عنوان راهنما و جایگزین نجویند حریف تا ابد بر گرده ما سوار خواهد بود و ما کروکور راه به رهایی نخواهیم بود سمبول‌هایی در راستای ایجاد نظام جمهوری به احیای هویت ملی در رنسانس نوین خود که خوشبختانه انقلاب 57 با حذف سلطنت و استقرار جمهوری بستر زیرین برای فراپویی تاریخی را فراهم کرد که پس از زیر کشیدن این شیادان عباپوش و مزاحم راه رشد و ترقی از عریکه قدرت و بیرون راندن آنها از صحنه
بدون بیم و حراس از به هم خوردن تعادل در انتخابی آزاد، ملت ایران با رأی خود فرد دیگری را بر رأس هرم جمهوری قرار دهیم تا چرخهای جامعه را با همکاری مجلس و دولت ملی بگرداند و همکنون آنچه برای انجام میماند اقدام سترک فرهنگی در ایجاد و احیای هویت ملی بومی و ایرانی است و اگر این ابزار و راهکار را همکنون در اختیار نداریم باید در ساختاران بکوشیم تا ساروج اتحاد ارگانیک و هوشمند میان اهالی ایران زمین فراهم آید. هرچند که انقلاب مشروطه یک قرن پیش با حرکتی محجوب و کمترین خون ریزی گامهای اولیه را در راستای بازسازی جامعه با حسم سلطنت قاجاری به عنوان هدف نزدیک یک و چند گامی در برپایی وحدت ملی و افکندن تصویری از نظام جمهوری در اندیشه انسان ایرانی و از میان برداشتن عقب‌ماندگی فاجعه‌بار تاریخی با حسم نهاد فرتوت و بازدارنده سلطنت ایلی قاجاری و ایجاد احزاب مستقل و سازمانهای همگرا در جهت به دست گرفتن سامان سیاسی، احیای اقتصاد ملی و حفظ استقلال برداشته بود و انقلاب 57 گام اولاسایی در راستای دستیابی به هدف دور یعنی احیای هویت و بازسازی روان دوباره با حسب تفکر و جهانبینی اسلامی از روان جمعی فرهنگ ملی مدنیت ایرانی در پهنه فلات در دستور روز قرار دارد. حال در این راستا پیوسته از زبان هموطنان شنیده می شود که اگر ما همه با هم متحد شویم ستون فقرات حریف را در هم می‌شکنیم. اما سالها گذشت و این اگرها تحقق نیافت مشکل در کجاست؟ تا اینجا بحثی ندارید شما؟ نه خیلی بخواهید. بسیار خوب، ادامه میدم که چند دقیقه نیمیشتر طول نمیشه. خب مشکل در کجاست؟ ابتدا برای ایجاد اتحاد باید هدف مشخص شود تا نقش ساروج اتحاد را بازی کنند. بدون هدف مشخص معین شناسایی دشمن مشترک بین افراد، گروه ها، ارگان ها و اعضای جامعه ساروجی برای به هم پیوستن ایجاد نمی شود. اتحاد را تعریف کنیم تا بدانیم دردمان را این معجون در شرایط فعلی درمان می کند یا باید تدبیر دیگری بیندیشیم، چون اکثریت عظیم ملت ایران امروزه دیگر در راستا، در روستاها، در فضای محجوب، محدود و کم و بیش خودکفای دهکده که شکلی از فدرالیسم و خودگردانی بومی که خان مسئول امور دنیوی سیاسی و ملا با یک مسجد مسئول امور اخروی و یک کت خدا به عنوان نخست وزیر با چند دستیاری به نام معتمدین که هیئت دولت او محسوب می شدن قرار ندارد. تعریف اتحاد در حیات انسان یعنی به هم پیوستن، در کنار هم قرار گرفتن، نوعی یگانه شدن و البته نه هم رنگ بودن، در هم دیگر حل شدن، استیلای یکی بر دیگری را پذیرفتن، بلکه دست در دست یک دیگر و همگام شدن در راستای هدفی مشترک و مشخص، یعنی نوعی ائتلاف و همکاری در جهت برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ملی و از میان برداشتن سایه اهریمنی اسلام تا از یک سو زیربنای مدنیت مدرن از وجود این انگل سمج پاکسازی گردد و از دیگر سو فرهنگی در راستای حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی و سلوک مشترک پیریزی شود. انواع اتحاد: یک، شکل بدوی و غریزی، دو، گونه هوشمند. در شکل بدوی اتحاد انسان به صورت غریزی بدون داشتن برنامه و نقشه کار با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و داشتن تکیگاهی بر محور جمع و ایجاد کمیت بزرگ تلاش میکنند با برخ کشیدن یال و کوپال خود و گرفتن هیئتی هراس‌انگیز حریف را از میدان بدر کنند، مثل عکس‌العمل حیوانات که در مقابل با دشمن به چشم می‌خورند. پرندگان و مرغان در نبردهای تن به تن در روی زمین بالهای خود را برای بزرگنمایی در مقابل حریف می‌گشایند و در فضا در مانوری سیلانی ابر خاکستری رزمایش می‌کنند.
قورباغه ها در مقابل مارها خود را باد میکنند و با آماس پوست خود آنتن و ارگان گرما و یاب مار را به اشتباه میاندازند. ماهی ها در مقابل حریفان بزرگ در دریاها گوله میشوند و گاو ها و گوزن ها به گرد هم جمع میگردند. اما به ندرت اتفاق میافتد که حریف در مقابل این نمایشات تدافعی و تهاجمی میدان را خالی کند، چون آنها هم در مقابل این تدبیر تاکتیک های خود را دارند و برای غلبه بر حریف تمهیداتی به کار میبرند تا شیوه های بدوی مقابله را بی ثمر سازند. حتی در اغلب موارد دلفین ها و به نهنگ ها برای تهیه غذا منطقه دریا و اقیانوس را از پنج سو محاصره میکنند تا ماهی های کوچک ساده دل گرد هم جمع شوند. پس از تراکم آنها حرکات و اصوات وحشتناک به نمایش میگذارند تا آنها به گرد خود بر ستون محور جمع بچرخند، تا در این حرکت دورانی در اثر استفاده بیش از حد از ظرفیت اکسیژن موجود در آب، حافظه آنها در اثر کاسته شدن از درجه هوشمندی به تدریج مختل و خسته شود. با در هم ریختن هوشمندی و از میان رفتن توانمندی آنها در یافتن راه فرار، روحیه تدافعی، تهاجمی و جنگی و گروزی آنها از میان برود تا برای شکار و مصرف آماده شوند. شیرها و پلنگ ها در دشت ها، گوزها، آهوها، گاوها و گورخرها را به گرد هم جمع می کنند. این مرحله مقدماتی تهاجم است. سپس با اجرای تاکتیک های گله را وادار به جابجایی می کنند، یعنی حرکت از نقطه آ به سوی نقطه ب رفتن را وارد حافظه گله می کنند. با وارد شدن این کد بر حافظه آنها که ترجیح فرار برقرار معنی می دهد، وظیفه سرپرستان گله دیگر حفظ و حراست از اتباع خود نیست، بلکه حرکت از نقطه آ به سوی ب کدمندی شده است. محصول این حرکت به انتقال در مکان، به جا ماندن، دور شدن، جدا افتادن و بیپناه کردن ناتوانها، بیمارها، باردارها و کودکان از حافظه تدافعی و تهاجمی گله است. با این مثال ها می خواهم ذهن هموطنان را متوجه این موضوع کنم که در شرایط فعلی در کنار هم قرار گرفتن، یعنی اتحاد به شکل بدوی در مقابل دشمنی به قایت ددمنش مکار و تا دندان مسلح و ابزارهای مادی و معنوی کنترل پیروزی نخواهیم داشت. رژیم نکبتوار اسلامی برای پایداری و ماندن بر اریکه قدرت انواع امکانات مادی و معنوی و ترفندهای اهریمنی در اختیار دارد که اتحاد به شکل بدوی در مقابل آنها کارساز. در نتیجه برای مقابله با این اهریمن دیوکو ما نیازمند اتحادی هوشمند هستیم. دو، اتحاد هوشمند. در اتحاد هوشمند با اینکه ساروج اتحاد در نگاه اول ظاهرا آشکار و نمایان نیست، برای همسویی و میل به همگرایی نیازمند آموزش در ساختن ساروج اتحاد و هوشمند در حوزه روشنگری هستیم. ساروج ارگانیک و ناپیدا در حوزه تمهید و تدبیر چگونه آن را بسازیم؟ در این راستا از همان ابتدای حضور ملایان در صحنه پرتنش سیاست در ایران، خرد جمعی ملت در حافظه آنها به موازات جهش به سوی قدرت، حرکت به زیر ساطور حذف شدن از حیات روحی و روانی ملت ایران را خودبندی کرد و این رژیم استبداد منش برای بقا و ماندن بر اریچه قدرت و حفظ نشدن و حذف نشدن دست کم مثل همه نظام های دیکتاتور صفت به دو ابزار مادی و معنوی همواره نیازمند بودند. یک، ابزار مادی شامل اسلحه، پول و نیروی کرکور برای سرکوب و کنترل. دو، ابزار معنوی شامل نفوذ روحانی، یعنی شکلی از شیخ سالاری و اقتدار نهاد دیانت به عنوان تکیگاه و استمرار دهنده سنت رسول الله در ایجاد روانپریشی، سردرگمی در نیافتن علت و تفکیک آن از معلول و وجود باورمندان و مذهبیون در ابعاد بزرگ که بقا و توانمندی او را تضمین میکند. حال ببینیم ملت ایران به فرمان اهورای ملی خود چه تدابیری برای به زیر کشیدن رژیم نکبتوار اسلامی از اریکه قدرت و بیرون راندن آن از صحنه در حافظه جمعی خیش اتخاذ و به تدریج آنها را به نمایش و به اجرا در بیاورد.
در بالا اشاره کردم که ملت به مدد روان ژرفگاه و غریزه جمعی، نهاد دیانت و متلیان ریز و درشت آن را با یک حرکت قاطع بر اریکه قدرت نهاد و با این تمهید ملا و مکلاها از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت به متن پرتلاطم و پرچالش ایران معاصر افکنده شدند. طبیعی است که در این فرایند روحانیت با تکیه بر نهاد دین، یعنی تنها ابزار معنوی و در عمل ناکارآمد خود در به دست گرفتن سامان اجتماعی، وارد میدان پرتنش برای اداره جامعه مدرن شد و با هیئتی ناهنجار و ناهماهنگ با روح زمان به ایفای نقشی پرداخت که نه توانایی، نه صلاحیت، نه تجربه، نه هوشمندی و نه شایستگی لازم برای اجرای آن را داشت. و خرد جمعی ملت ایران این امر را به خوبی از پیش می‌دانست و آگاه بود که این نهاد و جمعی باورمندانش را باید متوجه حضور مزاحم و بی‌مصرف دین در حیات انسان ایرانی که وجود او را در تسخیر و کنترل داشته در این قرن پرشتاب بکند، که او دیگر بازیگر چالاک این میدان پرتضاد و فراخدامن نیست و گاواهنش توانایی شخ به این زمین پرسنگلاخ را ندارد، آن هم با تفکری ایستا و ناپرسا و دیدگاهی معطوف به آسمان و اللهی ناپیدا. یعنی باورمندان در عمل متوجه شدند که با ابزار دین و مذهب به هیچ نفع جامعه را نمیتوان اداره کرد و این به معنای این است که ما دیگر حق نداریم با تدبیر مکارانه سکولاریسم و نیرنگ لائیسیته آن را به نهانخانه و مسجدها بفرستیم تا در پستوی ذهنمان مانند دوملی بدخیم و عفونتا به حال کمون به حیات خود ادامه دهد و هر زمان که پیکره در ضعف و بحران قرار گرفت دوباره در صحنه ظاهر و نقش بازدارنده و فلجزای خود را ایفا کند و همه چیز را به گند خود آلوده سازد تحت این استدلال بی‌معنا که انسان به تکیگاه دین نیازمند است. این نهاد چون از یک سو توانایی، انعطاف و دانش لازم برای از میان برداشتن فقر، فلاکت، کرختی، سستی، بی‌تحرکی و عقب‌ماندگی فاجعه‌بار را ندارد و از دیگر سو سبب ساز آنهاست و در هر جا حضور یابد آنجا را تحت تأثیر سنت به فساد می‌کشد، پس باید هرچه زودتر این دمل بدخیم را از پیکر روانی خود حذف کنیم قبل از آنکه این فرصت طلایی از دست رود. در نتیجه روشنفکران ایران وظیفه‌مند هستند تحت اتحادی هوشمند بدون تعصب و کنار گذاردن تعارفات به تجزیه و تحلیل اسلام و نقش مخرب آن در حیات انسان ایرانی بپردازند، چون هدف دور و نزدیک خرد جمعی ملت ایران در برپایی آن انقلاب بزرگ پس از برچیدن نظام شاهنشاهی و نهاد سلطنت روشن کردن تکلیف این نهاد مخرب، بازدارنده، انگل صفت و ضد ایرانی بود و هست. بنابراین ما فرزندان این سرزمین کهن در همکاری و همگامی در اتحاد هوشمند روشنگری خود را به همراه انتقاد از خود و مفاهیم تلمبار شده در پیکر فرهنگی من متوجه مذهب و کالبوچگافی مبانی اجتماعی، اقتصادی و مخصوصا فلسفی آن که گرهگاه اصلی مشکلات ما را در خود مسطور کرده معطوف کنیم تا در سایه روشنگری تعداد هرچه بیشتر از انبوهه هواداران اهریمن اسلامی کاسته و از پیکر آنها نهاد و از پیکر آن نهاد ریزش کنند تا از یک سو از ستبرای عفونتبار آن نهاد پلید کاسته و از سوی دیگر راه دعوت آنها به صفوف ترقی‌خواهان گشوده گردد. متوجه باشیم که در این راستا نباید همه وقت و انرژی خود را صرف تجزیه و تحلیل اعمال و رفتار متولیان این نهاد و عزیز دردونه های بارگاه ولایت که مثل باطلاق عفونتزا این حشرات موذی را پیوسته تولید و برای سرگرم و سرکار گذاردن ما به میدان میفرستد به هدر دهیم. نه تحت سلطه تفکر اسطوره‌ای از معلول متوجه علت نشویم، چون نگاه انسان اسطوره اندیش در برخورد با مشکلات به جای یافتن علت و کالبدشکافی آن همواره با معلول گلاویز میشود، چون در نزد او پدیده علت و معلول در هم ادغام و شکل واحدی به خود می گیرد و
و در این میان علت اصلی و بنیادی دست نخورده به حیات خود ادامه میدهد، چیزی که رژیم اهریمنی آن را از الله عربیش میخواهد و آن را زیرکانه تشویق میکند. و این ترفندها که ایران یک جامعه اسلامی است و با این حکم برای خود سند مالکیت صادر میکند و به خود حق میدهد هر جور بخواهد با ملک موروثی رفتار کند یا به باورها و اعتقادات مردم باید احترام گذاشت و با این حکم و ساطور پنهان در پس آن مخالفان نظام و دیگر اندیشان را سلاخی میکند. در نتیجه همگام با هدف قرار دادن سردمداران رژیم، خود نهاد دیانت که تکیگاه بزرگ آنهاست را باید با تجزیه و تحلیل اعتقادی و نشان دادن زیانبار بودن و نداشتن هیچ خیر و برکتی برای ملت مورد حمله قرار دهید که خوشبختانه ترقیقهان در راستای این هدف سرنوشتاد و آرمانی و اشکال گوناگون پیکار می کنند و انبوهی از جوانان در میدانها و خیابانها هر روز با ابلیس اسلامی در جدال و ستیز هستند. علائم و نشانهای بارز این جدال قهر و تنفر از رژیم و پاسخ رژیم بالا رفتن روز به روز آمار اعدام‌ها یعنی آدمکشی دولتی در سرزمین بلادیده ماست. بفرمایید میکروفون در اختیار شما. بله من ممنونم و این ماجرای صورت مسئله رو شما گفتید، علت و معلول رو هم گفتید، ولی حقیقتش اونجایی که باید میگفتید چه باید کرد، تازه یه وحشتی در دل من و دیگران انداختید و ماجرای اون ماهی های کوچولو و روش کوسه ها و نرسیدن اکسیژن رو گفتید و سوال بزرگ همچنان باقی است که چه کسی این زنگوله را به گردن این گربه میندازه. و دو تا ماجرا توی دو سه روز گذشته اتفاق افتاده بود که من مایل بودم نظر شما رو هم بدونم، ولی متاسفانه به آخر وقت رسیدیم و اون یکیش جایزه یادبود هولوکاست با آقای رضا پهلوی بود و دیگری افشای جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که اگه مایل باشید در این موارد در برنامه آینده صحبت کنید. از دوستان میخوام که با فیسبوک شما با شما تماس بگیرن، من فیسبوک رو نشون دادم و من حقیقت منتظر بودم که یه مقداری به اصطلاح همون ماجرایی که در دوره قبل از انقلاب افتاد و اونها با برنامه با مردم تماس میگرفتن و ضمن اینکه اشکالا رو میگفتن و به قول اینا مگنیفای بزرگش میکردن، حقیقتا یه سری راه حل هم میذاشتن. حالا راه حلشون اگرچه وعده و وعید و دروغ بود، ولی همون اقدامات به اصطلاح سریع یا نقشه اونها به دست مردم میرسید. ولی الان صحبتایی که شما میکنید، میگم یه نفر اگه به حرفای شما گوش بده میگه بله ایشون همه رو درست میگه، من باید این کارو بکنم، دور هم جمع بشیم. بعد خود شما میگید دور هم جمع شدن وقتی که اینها اینقدر متحد هستن خطرناکه. ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگه لطف کنید در این مورد صحبت کنید و از دوستان خداحافظی کنید تا هفته آینده. بله ببینین در اینجا من دو تا چیزه رو به اتحادها رو مطرح کردم که ما یک اتحاد بدوی داریم و یک اتحاد هوشمند. البته باید توجه داشته باشید که اینایی که میگن بیاییم با همدیگه بشیم توجه نمی کنند که چگونه ما باید با همدیگه باید باشیم. شما اگر دو تا قطعه چوب رو بخوام به هم بچسبونید به چسب چوب احتیاج دارید، دو تا قطعه فلز رو بخوایم به هم بچسبونید به جوشکاری احتیاج دارید. حالا اگه دو تا انسان رو بخواید به هم دیگه متحد کنید در یک راستا، باید هدف مشترک رو نشون بدید یا منافعش رو نشون بدید یا دشمنش رو نشون بدید. ما باید اینجا داره تلاش بکنیم که نشون بدیم که دشمن مشترک همه ما این اسلامه. و به اینجا وقتی که میرسید یه سری افراد پاپسن گذارده مشنگ جماعت گفته در گهواره اسطوره‌ای تفکرات سنتی آقا به دین مردم با اعتقادات مردم باید احترام گذاشت، باید نمیدونم دین تکیگاه مردمه، از اینطور مسئله به اینجا که میرسیم. یعنی اینی که پاپسن گذاردگان ما متوجه نشدن که در اون انقلاب هدف این بود که اون دوتا نهاد فرسوده و کهنه رو باید حذف کرد. خب اولی رو با موفقیت حذف کردیم، به دومی که رسیدیم تو گرش گیر کردیم.
بسیار ممنونم. این که میگیم خیلی خب اتحاد، حالا اتحاد بخوایم بکنیم، یک اتحاد بدویه، جمع بشیم بریم تو خیابون یارو بکنیم، خب طرف در رو میذاره اونجا در به داغونت میکنه، این جنبش سبز مگه نبود؟ خب برای اتحاد چیکار باید بکنیم؟ اتحاد هوشمند، یعنی اتحاد هوشمند چیزهای دیگه هم داره. شما نگاه میکنیم اون ترورهایی که در دوره شاه به وجود اومد و این حرفا، اینا اتحاد هوشمند البته نبود، منتها شیوه ای از کار بود. بله ممنونم آقای خداوند لو، باید بریم و ممنونم که مهمان ما بودید و هفته آینده امیدوارم شما رو داشته باشیم تا درباره موضوعات بیشتری صحبت کنیم. دوستان عزیز اگه مایل بودیم با آقای یزدان خداوند لو تماس بگیرید از طریق فیسبوک، و من مایل بودم ایمیل و تلفن ایشون رو هم بذارم، ایشون لطف کردن فرستادن و باید یه ساین براش درست کنم که در طی برنامه نشون داده بشه تا شما بتونید از طرق مختلف با آقای خداوند لو در تماس باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. قربان شما برم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و امروز برنامه ها به این صورت ادامه پیدا میکنه. بذارید یه مقداری بریم سراغ حافظ و خیام. حافظ و سعدی اینا رو من خیلی کار ندارم. خیام با صدای احمد شاملو و شجریان، بعد از اون آقای مینویی ساعت 5 بعد از ظهر با ما خواهند بود، برنامه مستقیمه، میتونید در حین برنامهشون تماس تلفنی داشته باشید. پس از اون آقای شبستری و پس از اون کانون آوا، و در دنباله برنامه ها به رادیو کیان ایران گوش میدیم از سوئد. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، و همونجور که قبلا هم گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. روز روزگار بر شما خوش.